سلام به همگی. من خیلی خوشحالم که برگشتم تورنتو و هفته قبلم که آگورا اومده بودم خیلی برام خوشایند بود که هم رامین رو ببینم، بحثایی که به زبان فارسی و بحثای خیلی غنی بودش و امروزم که تصمیم گرفته شد که من در مورد چین صحبت کنم و اینکه من قبلا در مورد چین یه جلسه بکنم دو سه سال قبل صحبت کرده بودم و اون صحبتم بیشتر بر مبنای مطالعاتم بود. حالا امسال که دارم، یعنی امسال که دوره دارم صحبت می‌کنم، بیشتر بر مبنای مطالعاتم و اینکه دیگه زندگی کردم دو سال اونجا، خب شاید یه مقدار غنی‌تر باشه. قبل از هر چیز، حالا یه مقدار نامرتبطه، امروز هم شنیدین که این رزیدن ایرانی متأسفانه فوت کردن و من خیلی خودم حالا شنیدم ولی که باور نشد، گفتم که 40 سالشون بوده. من به حال تسلیت میگم الان در مقام ایرانی، ولی یه مقدار آدم ناراحت میشه که چه اتفاقاتی میفته و در این سن دیگه نوابغ کشور. حالا این دیگه پرانتز رو میبندم در این مورد. من امروز صحبتی که میخوام بکنم چند تا بود داره. یکی حالا بحث آماری در مورد چین هستش، یکی هم یه مقدار بحث فلسفی تر در مورد این که فرهنگ کانفیسیوسی خب چه مبانی رو داره، بعدش هم در مورد ایده های ماو یه ذره صحبت میکنیم، چون ماو خب خیلی شخصیت کلیدی در تاریخ معاصر چین. بعدشم یه نگاه اقتصادی میکنیم در مورد پیشرفت‌های اقتصادی چین و در نهایتش هم بر مبنای این صحبت‌ها یه مقدار من می‌خوام در مورد سیستم سیاسی چین و اینکه آیا این سیستم سیستمی هستش که اصلاح پذیر، قابلیت اصلاح داره و چه مختصاتی داره، و در نهایتش هم یه سری سوالات رو که تو وبسایت من پیشنهاد کردم که دوستان مطالعه کنن و اینکه حالا بحثایی که دوستان از شما بشنوام در مورد چین. من یه مقدار از فکت‌ها شروع می‌کنم، از واقعیت‌ها شروع می‌کنم که من حالا اطلاعات رو از اینترنت به دست آوردم، شاید یه مقدار آمار حالا بالا پایین‌تر باشه، ولی یه دید کلی در مورد جامعه چین که جمعیتش 1.4 میلیارد که بیشترین هست در دنیا، این هنوز نرسیده به چین. جی دی پیش که یکی از ایندکس‌هایی که هستش که برای رشد اقتصادی کشورها در نظر می‌گیرن، نزدیک 20 تریلیون دلار هست که اگه اشتباه نکنم در دنیا دوم هست، اگه اشتباه نکنم بعد از آمریکا، از لحاظ مجموعه سرویس ها و مجموعه کالاهایی که تولید میشه. بازم میگم مقدار خیلی بالا هست. درصد بیکاری 4.6% هست که اعتماد داشتیم صحبت کنیم که آیا عدد چجور باید باش برخورد کردیم، عدد در حال این جمعیت 4.6% در مواسم بقیه کشورها. و این ایندکسی که اشاره کردم جی دی پی برای هر شخص تقریبا 7500 تا، که بازم میگم یه عددی هست که قابل توجه هست بخاطر اینکه چین در سال 1950 فقط 448 دلار بوده. حالا البته میگم بازم میشه بحث کرد که کجای چین رو در نظر میگیریم، چون به چین هم کشور خیلی وسیع هست. بعد 775 میلیون در اگه اشتباه نکنم سال 2014، ولی آمار 2014 هست که 775 میلیون نیروی کار داشت چین، که این نیروی کار، البته این آمار من از این مقاله در بودم که متأسفانه شما یعنی تو وبسایت نیستش، من حالا اینو 100% بعدها میشه اشاره بهش ارجاع بهش داد. خیلی مقاله خوب بودش که یک چینی از آمریکا نوشته و نگاه کردین که نیروی کار چه تغییراتی از 1950 تا 2014 کرده، و اگه دقت کنید من یه سریاشو نوشتم، همه ننوشتم. در بخش کشاورزی خب 389 میلیون میگم اعداد، خب یه مقدار اعداد بزرگی هست، از 1990 به 219 میلیون که این دقیقاً به ما داره نشون میده که از لحاظ دیگه، نه که بخش کشاورزی افول کرده، ولی خب یه جهش پیدا کرده نگاه دولت چین به بخش کشاورزی. 219 میلیون باز مقدار خیلی قابل توجهی هست. مثلا پرایوت اینوسترها و کسایی که سرمایه گذاران مثلا خصوصی، خب این موارد هیچ آماری نداده در این مورد در سال 1990، ولی اگه به 2014 بیایم ببینیم 30 میلیون شده این عدد. و باز میگم ما در مقیاس مقایسه با کشور خودم که 80 میلیون هستیم، خب میگم 30 میلیون شما بعد در نظر بگیرید که این 30 میلیون خب چه تغییراتی میتونه از لحاظ سرمایه گذاری و اشتغال زایی اینا ایجاد بکنه. اعداد میگم اعداد من برای نوشتم که فقط یه شمه در دستتون بیاد که چین در حال تحول هست، کشوری هستش که در حال تحول هست.
خب من این بک‌گراند رو دادم و یه نکته دیگه هم اشاره بکنم که باز از این مقاله هستش که چین در 1820 بزرگترین اقتصاد دنیا بوده، اگر حالا البته میگم یه مقدار عجیب هست که 33% گراس ورلد پروداکت رو، یعنی مجموع کالاهای دنیا رو در 1820 داشته و این در 1950 به کمتر از 5% میرسه، یعنی تقریبا بعد از یه قرن و تقریبا نیم چین تبدیل میشه تقریبا به یک کشور حاشیه‌ای از لحاظ اقتصادی، 5%. و الان اگه دقت کرده باشیم چین یک سرجی داشته، سلام از شما هست، یعنی که از من مجدداً آمار میگم از 33% به 5% و الان تقریبا 18% 19% سهم جهانی داره. به خاطر همین من این واقعیت ها رو دارم براتون هایلایت میکنم، به خاطر اینکه بعد در کانتکست قرار بدیم رشد اقتصادی چین رو. و حالا من که صحبت خواهم کرد تغییرات سیاسی شون که این آیا با هم موازی جلو رفتن یا نرفتن. من حالا الان میخوام اینو پاک بکنم چون میخوام یک نموداری رو بکشم براتون در مورد ایده های کانفوسیوس، که کانفوسیوس خب یکی از فیلسوفای خیلی مؤثر و تاثیرگذار در تاریخ چین هستش و من اینا رو برای این میخوام توضیح بدم براتون که این خیلی در فهمیدن ما در مورد ساختار سیاسی چین حتی الان چین خیلی تاثیرگذار هستش. من اینا رو سریع پاک میکنم فقط، پس اینو در ذهنتون داشته باشین، ما داریم از این بک‌گراند میام، یعنی چین کنونی این مختصات اقتصادی اقتصادی و جمعیتی رو داره. خب من سعی میکنم که حالا اگه بشه یه توضیحاتی هم در این مورد بدم. اگر ما نگاهی به تمدن‌های که از گذشته وجود داشتن نگاه کنیم، می‌بینیم که تمدن چینی یک تمدنی هستش که استمرار پیدا کرده. یعنی مثلا خب تمدن مصر باستان، تمدن روم باستان، تمدن ایران باستان، خب اینا بعد تمدن‌هایی بودن که قدرتمند بودن و وجود داشتن، ولی تمدن چینی یکی از مستمرترین تمدن‌هایی هستش که در طول تاریخ وجود داشته و باقی مونده. یکی از سوالاتی که جامعه شناسان همیشه یا کسی که تاریخ‌دانان مش برمی‌خورن که دلیل استمرار این تمدن چی بوده که تا از اون زمان، یعنی اگه حتی توی این محدوده جغرافیایی که ما در نظر می‌گیریم چین رو، دلیل استمرار چی بوده. خیلی از افراد اشاره می‌کنن که کانفوسیوس که متفکر خیلی طراز اول در بین متفکران چین هستش، این دلیلی که از پایه‌گذاران این دلیل استمرار این تمدن بوده. چرا؟ یه سری از مفاهیم خیلی کلیدی در کتاب انالکت کانفوسیوس هستش که اینها متفکران چینی فکر میکنن که این هارمونی و این اتحاد داخلی چین رو تونسته تمدن چینی رو حفظ بکنه. من اینا رو توضیح میدم بر اساس مطالعه که خودم کردم. مفهوم کلیدی مفهوم رن هست در اندیشه کانفوسیوس، که رن در چینی به معنی مردم و خلق هستش. مثلا شما اسکناسشون رو ببینین R&B از اینجا میاد، از خلق میاد، چون همه مفهوم چین کمونیستی خلق هست. ولی در زمان کانفوسیوس رن به معنی عشق و خیرخواهی هستش، که این مفهوم کلید بخاطر همینم وسط تو این چارت اگه دقت کنین، حالا من اینجا نشون میدم، رن مفهوم کلیدی هستش که در مرکزیت اندیشه کانفوسیوس قرار میگیره. در کنار در محیط این دایره ما یه سری مفاهیم فرعی داریم. حالا فرعی من میگم به خاطر اینکه به همین نسبت رن مهم نیستن، ولی
در مجموع مهمه. مفهوم یی رو داریم که ترجمه فارسیش من رفتم نگاه کردم اشتباه، ترجمه اشتباهی هست، اینه که عدالت ترجمه شده، ولی عدالت معنی نمیده. یی به معنای اینه که یه شخصی یا یه جامعه یه سری کنش‌هایی رو که داره برای هدف درست انجام بده. مثلا من خودم فکر که دارم میکنم میگه مثلا شما وقتی میری تحصیل میکنی، تحصیل برای میکنی که لذت ببری از تحصیلت و یه چیزی کسب کنی، نه اینکه مثلا تحصیل رو کنی که بعدا بری بیزنسمن بشی. مثلا این معنی یی هست که انگلیسیش میشه righteousness و توی اندیشه کانفیسیوس میگه که مثلا یک حکران خیرخواه باید یی داشته باشه، یعنی اون عملی که انجام میده اون نیتش به خاطر اون عمل باشه. مثلا یه کاری انجام نده به خاطر اینکه میخواد به یکی دیگه ضربه بزنه. این خیلی مفهوم کلیدی از یی که البته من از چینی پرسیدم این زیاد استفاده نمیشه الان تو مثلا میشه مفاهیم ما تو فارسی داریم که مثلا مفاهیم کهن هستن ولی خب مثلا لغوی تغییر پیدا کردن. یی هم مفهوم بعدی لی هست که لی اون چیزی که من درش کردم ازش به معنی قواعد هست، یه سری قواعد نرم‌های اجتماعی هستش که در چین باستان وجود داشته نسل به نسل، یعنی جلو اومده و الان هم مثلا مدر مثلا تو فرهنگ خودمون هم داریم، مثلا قواعد هست که به حال نهادینه شده در فرهنگ ما و ما اینها رو داریم ازش استفاده می‌کنیم. و کانفیسیوس میگه که ما باید به لی خیلی احترام بذاریم، به این ریچوالز ها، به این چیزایی که در مفهوم بعدی جی هست که به معنی دانایی هست، wisdom، و به معنی اینه که افراد نباید هیچ شکی نسبت به اطرافیان خودشون نسبت به اون دانش داشته باشن. wisdom که مثلا شما به امپراتورهای چین نگاه بکنید همشون میگن باید جی داشته باشن، یعنی باید یک دانایی داشته باشن. برای میگم همه اینا رو شما در زیر مجموعه رن قرار بدید. بعد شین هست، شین در چینی به معنی جدید هست، یعنی مثلا شنیدیم مثلا خبرگزاری شین هوا، یعنی شین به معنی جدید هست، ولی شین اینجا به معنی صداقت هست، honesty در فرهنگ کانفیسیوسی و اعتماد که من حالا به این بیشتر اشاره میکنم که در چه چارچوبی میتونه این مهم باشه. مفهوم بعدی جونگ هست. جونگ در چینی الان به معنی مرکزیت هست. مثلا به چین به خود زبان خودشون میگن جونگوا، یعنی کشور وسط. جونگ یعنی وسط، ولی در مفهوم کانفیسیوسی به معنی وفاداری هست. جونگ یعنی وفاداری. یکی از میگم فضایل هم، یعنی من اینا که دارم اشاره میکنم به معنی فضایل که کانفیسیوس برای یه جامعه ای که توش هارمونی وجود داره ابراز میکنه. و آخری هم شو هست، نه آخری یک که شو معنی جالب داره. شو به معنی اینه که ما نظر خودمون رو به دیگران تحمیل نکنیم، یعنی این که ریسیپروسیتی داشته باشیم، یعنی ما عملی انجام میدیم محترمه برای ما و کسی که عملی انجام میده اونم محترمه، میتونیم با هم دیگه تبادل انجام بدیم، نه باید ما نظرمون رو بگیم دیگه تحمیل کنیم. که شو هست. و مفهوم خیلی کلیدی که ما فکر کنم ایرانی ها از فرهنگ چینی میدونیم مفهوم شیاو هست، به معنی احترام برای خانواده، فیلیال پایتی، یعنی این که نسل‌های گذشته رو احترام کردن. وقتی میگم فیلیا به معنی اینجا در چینی کسایی که با ما همخون هستن، یعنی خانواده ما هستن. که بعد از رن شیاو مهمترین فضیلت در این ساختار فکری هستش در نظر. حالا من این رو اشاره کردم بهتون، یک متفکر آموزش چین من از این سورس گرفتم که این داشت در مورد این که رهبریت مثلا در این کلاسه چینی رو تدریس کنی بعد چجوری تدریس کنی، ولی موارد در نظر بگیریم. خب حالا در این اشاره کرده بود که مثلا توی ساختار سیاسی هم اینها اشاره اینا بهش ارجاع داده میشه، مثلا خب یه رهبر چینی بعد مثلا خیرخواه باشه در مقابل کسایی که حکمرانی میکنه. حالا اینو در نظر بگیرین، من 5 رابطه هستش که کانفیسیوس بهش خیلی تاکید که یکی رابطه
پدر و فرزند هست، این خیلی مهمه در این ساختار فکری. دومی که خیلی جالب هست اینجا بحث سن مطرح میشه توی ساختار، older friend versus younger friend هست، دوست بزرگتر دوست کوچکتر. بعدی حکمران و کسی که حکم فرما هستش، یعنی تو این چارچوب برادر بزرگتر و برادر کوچکتر، که حالا من نمی کردم خواهرم میشه معنی داد ولی برادر ترجمه کردن میشه. و در اشاره به شیعه، یادتونه شیعه در چارچوب خانواده همسر و شوهر. خب چیز جالب که وجود داره در این پنج رابطه که اما از کانفیسیسی میگیریم اینه که در هر پنج رابطه ما یک طرف بالاتر یک طرف پایین تر، یعنی ما در هر پنج رابطه سوپریوریتی و اینفریوریتی داریم تعریف میشه و این چیز بدی نیستش. و استدلالی که کانفیسیوس میاره، البته خب مفسرانش میارن، اینه که میگن که این به هارمونی میه، یعنی به اون نظم کمک میکنه. مثلا اگه پدری یه سری از قواعد رو به پسرش خوب منتقل کنه، خب اون پسر موفق خواهد شد و در کنارش پسر باید احترام بذاره به پدرش. یعنی با اینکه یه سلسله مراتبی در این رابطه هستش ولی هدف در نهایت همون نظم خانواده یا نظم رابطه دوستی بین دو طرف. یعنی میدونین تمام این سیستم فکری بر مبنای هارمونی بنا نهاده شده که من بهش اشاره کردم. خب حالا من میخوام میگم خیلی این بحث زیاد داره، چون مثلا یکی تفاسیر زیادی از یی هست، تفاسیر زیادی از جی هست، اینا مثلا هر کدوم مثلا مینه خود کانفیسیوس مثلا 2000 سال قبل بوده، تا از اون زمان تا حالا مفسران زیادی اومدن و به شکل‌های مختلف اینو توضیح دادن. بعد کانفیسیوس خب مذهب حالا یا ایدئولوژی همیشگی چین که نبوده، که هر دوره مختلف تغییر پیدا کرده. به خاطر همین من اینو دارم نشون میکنم، بخاطر اینکه الان خیلی ادعا میکنن که کانفیسیوس چیز غالبه، من بخاطر همین دارم این نشون. خب من میخوام از این پرش بکنم به ایده های ماو و یه مقدار این هارمونی رو میخوام بشکنیم، چون ماو سنت شکن بوده و انقلابی بوده و ماو بسیار به شدت مخالف کانفیسیوس بوده. از لحاظ ماو یک لیگالیست بوده در تاریخ چین، یعنی قانونگرا بوده و از قانونگرا نه به این مبنی. و من یه سری از این کتاب که فکر کنم دوستان ایرانی ما که از زمان انقلاب قبل از انقلاب شاید کسایی که طرفدار حزب ماویست بودن یادشون هستش که به حال ترجمه‌اش اینا بود، ولی من اونجا رفتم و از بچه‌ها چیز کردم، بچه‌ها گفتن برای چی می‌خواید اینو بخونید، گفتم والا من علاقمندم، گفتن که ما بعد پیدا می‌کنیم از این وبسایتشون اینا، بالاخره خریدن اینا، بعد بردن مدرسه و بعد ترجمه کردم من برای چی اینو بخونم، من از چی می‌فهمم، گفتم والا شما من دست کم نگیرید من علاقمندم و اینا. و منم اینو مثلا یه شبه نخوندم، من اینو مثلا 6 7 ماه خوندم، بخاطر اینکه مثلا میخونی بعد خب وایسی مثلا ایداش چیز کنم. من یه خیلی قبل از اینکه بخونم یه توضیح کوتاه بدم که خب همه آشنا هستیم، من دیگه اینو دنبال نمی‌کنم، که چین خب از یه دوران بسیار خفتبار تحت کنترل بودن اروپایی‌ها و در قرن اواخر قرن 19 هم یک انقلاب با انقلاب متفاوتی سان یاتسن انجام میده در 1911 که موفق کامل نمیشه ولی به هر حال اون چینگ دایناستی رو نابود میکنه، یعنی اون امپراتوری آخرشون کنار میره و یک خلأ سیاسی ایجاد میشه، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. و میدونی همونطور که میدونید ماو سه‌تونگ برنده میشه در اون جنگ داخلی و ملیگرایان رو به تایوان میره.
مانستونگ، من یه سری از این کوتشنوشو از اینجا میخونم براتون. چین کنونی به نظر من مبنای فکرش کانفیسیوسه و اینها رو من قشنگ اینجا میدیدم اونجا، یعنی واقعا مثلا تو کلاس شما میدیدی که مثلا دانش آموزا نسبت به من که مثلا یه مقدار بالاتر هستم ازشون چجوری برخورد میکنن، احترام هست و تمام اینها رو من میدیدم. مثلا منو به عنوان کسی چیز میکنن، یعنی کسی قبول دارن که تمام دانشو دارم، یعنی اینطوری هم میگن که یعنی خطا ناپذیرم. البته خطا ناپذیری رو من از اول میگم من نیستم، شما اگه مثلا من چیزی گفتم که درست نبود به من اشاره بکنیم، ولی میبینم که مبانی فکری از اینجا سرچشمه میگیره، ولی از لحاظ سیاسی و سیستم نظم اجتماعیشون نه، به نظر من خیلی از چیزهای ما یعنی نشأت گرفت. من اینجا میخونم برای تو، اینجا انگلیسی میخونم، سعی میکنم ترجمه میکنم. کتاب ما در یعنی دستنوشت مجموعهش در 33 فصل جمع‌آوری شده. من یه سریاشو میخونم بخاطر اینکه مرتبطه به این بحثم. در مورد حزب کمونیست چین هستش. میگه که the force at the core leading our cause forward is the Chinese Communist Party. The theoretical basis guiding our thinking is Leninism. که قشنگ مشخصه که یعنی از شوروی چیز گرفته، حزب بولشویک. فصل دوم در مورد مبارزه طبقاتی هست، class and class struggle، که ماوتزتون میگه که class struggle, some classes triumph, others are eliminated, such is history, such is the history of civilization of thousands of years. To interpret history from this viewpoint is historical materialism, standing in opposition to it is historical idealism. یعنی همون ایده تضاد طبقاتی رو میگه که این در تاریخ وجود داشته و ادامه خواهد داشت. در این مبنا، یعنی بر ادامه این چیز میگه که it's up to us to organize the people. As for the reactionaries in China, it's up to us to organize the people to overthrow them. Everything revolutionary is the same. If you don't hit it, it won't fall. This is also like sweeping the floor. As a rule, where the broom doesn't reach, the dust will not vanish of itself. یعنی میگه که اگه مردم قیام نکنن نمیشه اون چیزهای گذشته رو پاک کرد. منظورش اینه که باید این اقدام صورت بگیره، یعنی اینو ضروری میدونه توی چیز سیاسی چی. بعد در مورد یه فصل به نام جنگ و صلح داره که یک نقل قول خیلی معروفی هست که شاید ایرانی هم اینو شنیده باشن. میگه که در مورد جنگ صحبت میکنه، میگه war is the highest form of struggle for resolving contradictions. When they have developed to a certain stage between classes, nations, states, and political groups, and it has existed ever since the emergence of private property and the classes. یعنی میگه که بالاترین فرم مبارزه جنگ هست و این میتونه بر علیه بین دو تا ملت باشه، بین دو تا کلاس باشه و ریشش هم private property یا ملک خصوصی هستش. یعنی میام اندیشه مارکسیستی هستش که اون ریشه رو اونجا میبینه، هرس و جمع شدن سرمایه. و در ادامه میگه که war is the continuation of politics in the sense war is politics and war itself is a political action. Since ancient time there have never been a war that didn't have a political character. یعنی از نظر ما جنگ و سیاست یکسان هستن. خب من یه دونه دیگه هم بخونم براتون در این مورد که ما خیلی در این کتاب تمثیل‌های استفاده می‌کنه که مثلا دهقانان چینی میتونن استفاده کنن، یاد بگیرن. مثلا شما خب دیدین که من خودم حزب مارکسیس لنینیست، شما مثلا خب یک چینی مثلا 80 سال قبل که اصلا اطلاعاتش در مورد مارکسیس لنینیست مثلا شاید خیلی کم، ولی مثلا من می‌خونم براتون، فقط دقت کنین که ببینید چه جوری داره ما استفاده می‌کنه و بسیار فیسوش هست به نظر من از لازم مثلا استفاده از اون واژگان یعنی فیبل‌های چین. میگه there is an ancient Chinese fable called the foolish old man who removed the mountain. میگه یک داستان گذشته، داستان تاریخی هستش که میگه که یه مردی که مرد پیری که یه کوه رو تکون داد. این داستانشه. میگه it tells of an old man who lived in northern China long long ago and was known as a foolish old man of North Mountain. His house faced south and beyond his doorway stood two great peaks. این دو تا قله وجود داشتن در Tai Hong and Wung Wu, obstructing the way. With great admiration, he led his son in digging up the mountain hose in hand. یعنی به پسرش گفت که این کوه رو بیان بکنیم با هم دیگه. And
other gray beard known as the wise old man saw them and said derisively, how silly of you to do this. یه مرد دیگه اینو دید و بهش گفتش که تو برای چی این کار داری میکنی؟ این خیلی احمقانه است. It's quite impossible for you to dig up these two huge mountains. نمیتونی این کار انجام بده. این دوتا کوهه. The foolish old man replied, when I die, my son will carry on. When they die, there will be my grandsons. And then their sons and grandsons and so on to infinity. یعنی میگم بچه من میان این کار انجام میدم. بچه هاشون میان کنن. ببین دقیقا فیلیاپالیتی که میگم اینجاست دیگه. از اینجا میادش. قصه هاشون. High as they are, the mountain cannot grow any higher. یعنی کوه که دیگه نمیتونه رو بالا. And with every bit we dig, they will be much lower. هرچی ما بیشتر میکنیم میاد پایین تر. Why can't we clear them away? Having refuted the wise old man's wrong view, he went on digging every day, unshaken in his conviction. یعنی دیگه ادامه داد دیگه. یعنی توجه نکرد گفتش که تو باطلی، حرفت باطله، من ادامه میدم. God was moved by this and he sent down two angels. این دو تا فرشته رو خدا فرستاد. Who carried the mountains away on their back. این دو تا فرشته اومدن به خاطر اینکه این کار داشت ادامه داد، این کوه رو گرفتن رو بالشون بردن. Who carried the mountains away. Today the two big mountain lies like a dead weight on Chinese people. یعنی حالا میادش به امروز، یعنی که الان دو تا کوه روی دوش مردم چین هستن. One is the imperialism and the other is feudalism. یه اولش imperialism هست و دومش هم که feudalism هست. The Chinese Communist Party has long made up its mind to dig them up. یعنی حزب کمونیست چین میخواد دوتا رو نابود بکنه. We must preserve and work unceasingly and we too will touch God's heart. Our God is nonetheless nothing other than the mass of Chinese people. میگه خدای ما مردم چین هستن. یعنی داره میبینید دقیقاً تمثیل که استفاده میکنه چقدر برای چیز با میتونه چینی ها رو جذب کنه. If they stand up and dig together with us, why can't these two mountains be cleared away? اگه همه با هم کار بکنیم. و این هم میگم شعار دهخانانی بودش که تونستن بیان و در مقابل ژاپنیا وایسن. چون میدونین که حزب کمونیست چین شکست خورده بود در 1930 و ناشنالیست ها قدرت رو داشتن که با میان و یه صلحی انجام میدن و بعد قدرت رو چیز میکنن. و به هر حال میگم اگه تاریخ رو مطالعه کنیم به نظر من خیلی مسیر سختی رو اینها جلو رفتن، با اینکه روسیه کمکشون کرد، ولی به هر حال یک چیزی هم داشتن، یک هدف خاصی هم داشتن که گفتن که ما باید کشور رو مثلا تغییر بدیم. خب من اینو اشاره کردم فقط به خاطر اینکه بهتون بگم که در اندیشه ماو که به نظر من آرکیتکت چین کنونی هستش، اینها اصلا وجود نداره. ببین شما با اینکه مثلا ایده فامیلی رو اشاره میکنه بهش، ولی اینو میاد حل میکنه تو مفهوم خلق. خلق به معنی اون مسی که قراره که جامعه رو تغییر بده. و این از اندیشه های حزب بولشویک روسیه میاد که حزب پیشتاز، که حزب پیشتاز همین حزب کمونیست پارتی هستش که قراره که تمام تغییرات اجتماعی رو این انجام بده. به خاطر همین میبینیم که این مفهوم هارمونی در اندیشه سیاسی چین به محاق میره. و اگر دقت کرده باشین انقلاب فرهنگی در چین صورت میگیره و انقلاب فرهنگی هستش که یعنی ما کسایی که من بیشتر صحبت کردم و تحلیلگران میگن که یک فاجعه بوده از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی و کشور واقعا از همه لحاظ اشاره کردم 5% چیز جی دی پی چاینا میرسه در اون زمان. و اتفاقی میفته اینه که دن شیاپینگ، اگر آشنا باشین، حالا میگم شما بیش بهتر از من میدونید، دن شیاپینگ میاد و رفرمیست ها میاد در قدرت و در 1980 میان و اینها شروع میکنن اندیشه های ما رو کنار زدن. و تفاوتی که اندیشه های ما با اندیشه های لیو شاوچی که بیشتر آشنا هستین و دن شیاپینگ داره اینه که اینها اعتقاد داشتن که سرمایه داری باید در کشور رشد پیدا بکنه، در چین رشد پیدا بکنه و کشور بعد از صنعتی شدن که میتونه سوسیالیست بشه. در صورتی که ما و حالا لنین به یه شکل دیگه فکر می‌کردن، اونا میگفتن که در یک کشور میتونه صورت بگیره سوسیالیسم و راه رشد غیر سرمایه‌داری. و اینها رو میگم آشنا شد هستیم با چیز، یعنی این دو نهله فکری در حزب کمونیست دن شیاپینگ برنده میشه. و به نظر من دلیل برنده شدنش هم به خاطر پرگماتیک بودن حزب هم بوده که بعد از اون فجایع انقلاب فرهنگی میام و میگم اینا کشور نابود شده، واقعا از همه لحاظ نابود شده و هیچ نه نیروی مولد داره، نه نیروی صنعتی داره، نه هیچ چیز جهانی میتونه در چارچوب جهانی قرار بگیره. به خاطر همین سویچی انجام میدم. حالا من میخوام از اینجا برسم به بحث اقتصادی این قضیه. گفتم که من میخوام یه مقدار
آمارهای اقتصادی رو بهتون بدم و بررسی کنم. من همطوری که اشاره کردم چین در بازه زمانی 1980 تا 2014 که این آمار ازش بیرون اومده نیروی مولد کارش 775 میلیون هست الان، که یک سومش نیروی کارگر کشاورزی هستن که در به حال مزارع و اینها کار میکنن، یا مزارع صنعتی یا مزارعی که به شکل گذشته. و من وقتی واقعا مثلا در قطار در چین میرفتم میدیدم اینا رو، که شما میری قشنگ میبینی که مثلا بلاک های فارم هست، مزارع هست و هنوز دارن کار میکنن و یه سری هنوز دارن به شکل سنتی کار میکنن، مثلا شو از اون گاو دارن با وسایل گذشته دارن کار میکنن و یه سری ها خب واقعا انقدر پیشرفت کردن که یعنی میکس بودش، ولی آماری که اینجا هست 219 میلیون هستش. بعد این پیپر خب اومده به 10 قسمت کارگران رو تقسیم کرده و آمار داده که هر قسمت چقدر هست. من اون قسمتی که میخوام هایلایت بکنم سلف ایمپلوید هست، یعنی سلف ایمپلوید ها کسایی که خودشون کار میکنن. 106 میلیون چین سلف ایمپلوید داره و اگرم دقت کرده باشین الان چین خب خیلی تو مسیر افتاده که ای فایننس، یعنی اگه دقت کرده باشین کارهای اینترنتی، خب این آمار همش داره بالا میره. و پرایوت اینوستر ها 30 میلیون چین الان بر اساس این آمار پرایوت اینوستر داره، که شما اگر مثلا از ما و اینها میپرسیدین اون زمان به هیچ عنوان اصلا قابل چیز نبود، اصلا قابل فکر نبودش که مثلا چینی که از فرهنگ میاد خودتون بهتر میدونین که اینها خب به مثل شوروی به سوویت ها اعتقاد داشتن و مبارزات دهقانی و اینکه زمین ها رو نشنالایز کردن، یعنی ملی کردن و دادن به دهقان ها. ولی اتفاقی افتاد اینه که به خاطر سیاست غلط اقتصادیشون هیچ رشد اقتصادی نداشتن، مثلا در دوران ماو، که بعد مجبور شدن که بیان و آزادسازی اقتصادی بکنن و خود به هر حال با نظم جهانی وقف بدن. و میگم این اندیشه های دنشاپینگ هست و دنشاپینگ به این دلیل به این اعتقاد داره که میگه که بعد از کشور سرمایه‌داری رشد پیدا بکنه و بعد از سرمایه‌داری ما میتونیم به سوسیالیسم برسیم، برعکس ماو و لنین که به این چیز اعتقاد نداشت. لنین هم تا اواخر عمرش اعتقاد کرده باشین یه برنامه اقتصادی جدید نورو که داشت، که یعنی سعی می‌کرد که از اون فکرای ارتودکس فاصله بگیره. من این آمار رو دادم بهتون به خاطر اینکه می‌خوام به این درجه برسم که چین در 2015 درصد اینکام، یعنی درصد مقداری که کارگران چینی میگیرن نسبت به درصدی که سرمایه‌داران چینی میگیرن 40-60 هست. این آماری هست که من از چیز گرفتم، از این مقاله گرفتم و مقاله رو میتونم بهتون بدم. و جالبه که اگر با اندیشه مارکس نگاه بکنیم، مارکس میگه که کشوری میتونه درش انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره که بعد صنعتی شده باشه. و چین این مقاله ادعا میکنه که به خاطر بالا رفتن درصد قدرتمند شدن طبقه کارگر، البته وقتی من میگم طبقه کارگر نیاز بیشتر به کاوش داره که طبقه کارگر کدوم یکی از این قشرها رو شامل میشه، آیا کشاورزان رو شامل میشه یا کارگران صنعتی رو شامل میشه یا کارگران سلف ایمپلوید رو شامل میشه. ولی این مقاله ادعا میکنه که نسبت به بقیه کشورها اربن ورکینگ کلاس در چین قدرت توانایی مالیش به نسبه نزدیک به چیز هست، سرمایه‌داران هست. البته اشاره میکنه که 3.5% اون پارتی آفیشلز ها، یعنی کسایی که در حزب کمونیست چین هستن، 10 تریلیون دلار قدرت مالی دارن. یعنی مثل شوروی، شما اگه یادتون باشه شوروی هم در انتهای حکومت متحدش یک حزبی رو داشت که این حزب یه سری بوروکرات ها رو داشتن که این بوروکرات ها میگردوندن و اگر مسیر تاریخ رو دنبال کنیم به دلایل متفاوت فروپاشی پیدا کرد، ولی اینها قدرت و سرمایه رو داشتن. چین هم جالبه که همون مسیر رو رفته، یعنی اون پارتی آفیشال ها ثروتمند و داره قدرت هستن، ولی رابطه سرمایه و کار به یه شکل دیگه رقم خورده. و من این سوال سومی بودش که در وبسایت از شما پرسیدم که مثل مثال ایران، البته مثال ایران به نظر من مثال خوبی با چین نیست، بخاطر اینکه مثال ایران هم ما طبقه متوسطمون ضعیف داره هم طبقه کارگرمون ضعیف داره، راست که چین با این جمعیت 1.4 میلیارد به نظر میرسه که شاخصهای اقتصادیش و شاخصهای طبقاتیش از ما قوی تر هستش، قوی تره. از من بر اساس آمار میگم، مثلا تمایلات خودم نمیگم.
من یه آمار دیگه هم بهتون اشاره بکنم در مورد اگر این آمار داشته باشم. آمار ندارم ولی در مورد تقسیم عادلانه ثروت در جامعه چین که همونطور که اشاره کردم یک قشر 35% که آمار این هست که یک مونوپولی در اون بخش اقتصاد داره، ولی این پیپر اشاره کرده بودش که طبقه متوسط در چین تا 2020 56% از لحاظ جمعیتی رو تشکیل میده. حالا البته من اگه پیدا بکنم به شما این اسکماتیکش هم نشون بدم، این طبقه متوسط ببینید من اگر واضح باشه، در 2012 29% مردم فقیر هستن، یعنی بر اساس آمار، تا 2022 5% فقیر باقی میمونن. و فقر چجوری تعریف شده؟ فقر کمتر از 9000 پول چینی در سال، یعنی کسی اگه نتونه کسب 9000 دلار در سال کسب کنه فقیر به حساب میاد در جامعه چین. ببینید این گراف رو 29% تبدیل به 5% میشه از 2012 تا 2022، حداقل این پروژکشن دولت چین هستش. ماس میدل کلاس، اپر میدل کلاس، یعنی طبقه متوسط تقسیم شده به طبقه متوسط، حالا میشه گفت طبقه متوسط ثروتمندتر، طبقه متوسط بالا و پایین. ببینید این 56% که اشاره کردم در 2020 این از لحاظ طبقاتی نمودار جامعه چین هستش با 1,400,000,000، درسته؟ ایران ما، من آمارشو ندارم، باید محققان، به حال ما مرکز آمار داریم و باید، به نظر من در ایران این قسمت ثروتمند خیلی، ببین چین هم ثروتمند داره 25% و 25% هم آمارش بر مبنای بالای 34,000 دلاره، یعنی کسی ثروتمنده در چین که بالای 34,000 دلار درآمد داشته باشه. به نظر من این یک هارمونی هست در مقایسه با این و در مقایسه با زمان ما. ببینید این حداقل یه هارمونی ریزنبل تری هست نسبت به اون چیزی که قبلا بود. به خاطر همین به نظر من چینی ها و کسی که اداره میکنن جامعه چین رو و خودشون رو وارث حزب کمونیست، یعنی خودشون میگن ما حزب کمونیست هستیم دیگه، براشون اون تعادل طبقات مهم هست و این به نظر من تعادل طبقاتیه، وگرنه که میدونین که من داشتم ایده اومار رو اشاره میکردم، اصلا اعتقاد به این چیزا نداره، میگه یه طبقه و یه طبقه دیگه سرنگون بکنه، درست؟ و به نظر من، حالا من به بحث آخرم میرسم که این از لحاظ سیاسی چه نتایج و طبقاتی داره. من نظرات خودم نیست، نظرات یکی از متفکران کانادایی هست که در چین زندگی میکنه، دانیل بل، و دانیل بل اشاره میکنه که چین سیستم سیاسیش، سیستم متحول شده، ایوالوینگ سیاسیش بر مبنای اندیشه های ماو هست، حزب بولشویک هست، حزب پیشداز هست، ولی داره به سمت یک شایسته سالاری میره، مریتاکراسی میره. و اگر به اون ویدیویی که من داده بودم دقت کرده باشین، تمایزی بین جامعه چین، ساختار سیاسی چین و کره شمالی اشاره میکنیم، یک کره شمالی بسیار از لحاظ دیکتاتوری و فردگرایی و شخصیت بالاتر نسبت به چین هست که واقعا هم این در شکی نیست. مدلی که اشاره بهش میکنه این شخص میگه که من اینجا مینویسم این مدل رو و یه مقدار توضیح میگم، اینا من اندیشه خودم نیست، اندیشه این چیز کانادایی هستش. میگه که سیستم چینی یک هارمونی در قلبش هست، این هارمونی که ما درش دارم صحبت کنیم، یک نوع نظم اجتماعی و سیاسی. میگه که دولت چین به این درجه رسیده که البته هنوز اجرا نشده، این مدل ایدئالش هست، که در بخش پایین‌تر جامعه، مثلا قسمت، مثلا بخش شهرداریشون یا لوکالشون، یک نوع دموکراسی، وقتی من دارم میگم به معنی رأی نیست، دموکراسی به معنی اینکه مثلا شما
کامیونیتی هستش که تصمیم گیرنده است. مثلا میخوان یه تصمیم بگیرن، شورای تصمیم میگیرن. این مفهوم دموکراسی چینی هست، یعنی این چیزی که اشاره میکنه. پس اگه دقت کرده باشیم در لول پایین‌تر یه اجازه خوردی به مردم میدن که در تصمیمات شرکت داشته باشن. و مثالش یه شهری میاره در چاینا به نام چانگشا که من البته رفتم ولی نموندم، مثالی صحبت میکنم، یعنی بر مبنای چه صحبت کنم. میگه که اینجا هستش و در بالا سیستم شایسته سالاری هستش. سیستم شایسته سالاری، سیستم شایسته سالاری بر مبنای رأی باز نیست، یعنی ما مثلا ترامپ نیست که ما ترامپ رو انتخاب کنیم. در چین کسی انتخاب نمیشه. بر چه مبنای هست؟ بر مبنای امتحان هست، یعنی examination. loyalty یعنی وفاداری و پرفورمنس. چرا دانیل بل این سیستم رو برتر از سیستم دموکراتیک میدونه؟ به خاطر اینکه دانیل بل فکر میکنه که جمعیت چین 1,400,000,000 است و اولا که این شوخی نیست. دلیل دومش این است که چین از لحاظ جغرافیایی جمعیتی یکسان نیست، یعنی یک چینی در شانگهای با یک چینی در مغولستان مرکزی یکسان نیستند. نه از لحاظ فکری یکسان، نه از لحاظ اتنیکلی یکسان هستند. و اداره این مجموعه، ما تو کاناداش هم البته شما میتونید رد بکنین ایده رو، بگین کانادای ما مثلا کبکو داریم اونجا داریم، کانادا 31 میلیونه. از لحاظ منیجمنت میگه امپاسیبل شاید کنین. بله ببخش من بله. دلیل سوم که اشاره میکنه بهش دلیل کراپشن هست که میگه که در چین اگر دموکراسی شکل بگیره به هیچ عنوان قابل جمع کردن نیست، بخاطر اینکه این فساد کل سیستم رو نابود میکنه. حالا البته نقدم این است که شما اگر این سیستم هم باشی خب فساد توش هست، یعنی اینم نقدش هستش. و میگه که دولت چین در بالا که شایسته سالاری رو ترویج میده، در پایین که یک شکل نیمبند دموکراتیک، و در وسط، مثلا در وسط که میشه بروکراسیشون اداریشون آزمایش انجام میده، اکسپریمنت. یعنی مثلا ادارجاتشون، کورپوریشن‌هاشون تمرین میکنن که چه مدلی قابل سوددهیه. وقتی میگم سوددهی فقط اقتصادی نیست، فانکشناله، عمل میکنه. و این مدلیه که دانیل بل ارائه میده و دفاع میکنه ازش برای نظام سیاسی چین. که این مدل میگم باز از دل اندیشه ما میاد بیرون. ببینید شما، ما باید این نظر بگیرید، اینا انقلاب فرهنگی کردن، انقلاب فرهنگی کردن که یعنی نابود کردن کشور. ببینید از اینجا به اینجا دارم رسیدن. و وقتی من دارم میگم مثلا 20 تریلیون دلار جی دی پی، شما ببینید چیز ساده ای نیست 20 تریلیون دلار جی دی پی. ما ایران خودمون، من نمیدونم، آمار ندارم، ولی فکر نمی‌کنم مثلا 1 تریلیون برسه. من واقعا فکر نمی‌کنم. من یعنی به خاطر همین اون چیزی که این بهش اعتقاد داره، یعنی دانیل بل اعتقاد داره اینه که دانیل بل یکی از منتقدان دموکراسی هم هست، ولی به نظر من دلیلی که از این دفاع می‌کنه به خاطر اینکه این کار می‌کنه در چین. یه مدل سیاسی است که در چین کار می‌کنه. من صحبت خودم رو دیگه خاتمه میدم. فقط اون چیزی که من میتونم بر اساس مشاهداتم در زندگی در چین به شما اشاره بکنم اینه که اگر وارد چین بشین میبینید که کشور در حال حرکته. یعنی وقتی میام بیرون این 775 میلیون کارگر، من که همشون ندیدم، همشون نمیتونم ببینم، ولی واقعا به نظر من احساس میکنی که جامعه در حال حرکت، جامعه در حال یعنی خروج، حالا واجه خوبی نیست، یعنی موتور اقتصادیشون، موتور همشون در حال حرکته. و به عنوان ایرانی ما باید در مورد این فکر بکنیم که ایدئال های دموکراتیک خب خیلی خوب هست و حق شهروندان در تصمیم گیری و تعیین سرنوشتشون خیلی مهم هست، ولی باید یه سری واقعیت های تاریخی و سیاسی هم در نظر بگیریم. من حالا در پشت قسمت پرسش و پاسخ فرصت نکردم به این برسم،
به یه سری از متفکران چینی که نقد این مدل رو انجام میدن میرسم، چون اونها اعتقاد دارن که چین با توجه به تمام این رشد اقتصادیش کشور پوسیده است از لحاظ اخلاق. و یکی از افرادش که متأسفانه پیروز فوت کرد، لیو شاوچی، ببخشید نه لیو شاوچی، لیو شاوبا، که این منشور دموکراتیکشون هم نوشتن، نقدهای بسیار زیادی بر سیستم چین دارن، به خاطر اینکه میگن شما کشور ما رو تبدیل به یه زائده کردین، شدیم کارخونه دنیا و رشد اقتصادی داریم. اینا رد نمیکنه، ولی میگه که یه سری مبانی دیگه اصلا نادیده گرفته شده، حق سرنوشت، حق خیلی از حقوقی که اینجا اشاره بهش میکنه. به خاطر همین من صحبت نهاییم اینه که به نظر من از این فاصله گرفتن و پراگماتیک فاصله گرفتن، ولی اون چیزی که بهش چسبیدن همون اندیشه کانفیسیوس هست به نظر من. یعنی من برداشتم خودم اینه که و میبینم در رفتارشون، و شما به نظر من تو رفتاری مثلا چینی ها در تونتون میبینین که این، نمیگم چیز شده در ژنشون نهادینه شده، ولی خیلی چیز داره، یعنی قدرت داره نسبت به این. این یه دورانی بود و رفت، و نمیگم به حال مثبت منفی داشت برای کشور، ولی به نظر من این چیز اساسی چنس. مرسی. ولی من سوالاتی که پرسیده شد بیشتر در همون چارچوب اندیشه کانفیسیوس بود و این توجیه این ساختار و اینکه این مدلی که من توضیح دادم خب این مقدار به نظر میسه تناقضایی توش وجود داره و بیشتر به حفظ ساختار موجود کمک میکنه تا اینکه خود مردم چین کمک کنه. من از اون سوال حسین شروع میکنم در مورد زرتشت و بودا. خب زرتشت یاد که خب البته کمتر در چین رخنه پیدا کرد، البته اگه آشنا باشین که پادشاه ساسانی هم میره به چین پیروز و اونجا 200 سال هم اونجا بوده و میخواسته برگرده، یعنی حمله کنه به ایران که اعراب گرفته بودن، ولی خب نمیتونه دیگه. ولی خب چیز زرتشتی نتونست رخنه پیدا کنه تا مثلا بودا، یعنی اندیشه بودا. من اندیشه بودا رو مثلا من واقعا دیدم، یعنی واقعا ملت میرن و در این معابد بوداییشون عبادت میکنن و خیلی مشخصه قشنگ، یعنی من واقعا دیدم اینا تو چیزشون. تاثیر اندیشه بودا در رابطه با مثلا کانفیسیوس چیه؟ به نظر من اونطوری که من بودای اندیشه بودایی رو متوجه میشم، اندیشه بودایی یک چیزی که بیشتر به اون سلامت نفس و به اون آرامش درونی بیشتر توجه داره، بیشتر کنش سیاسی براش مهم نیست. البته که کنش سیاسی هم مثلا تو اندیشه بودایی تعریف شده، مثلا شما اگه کشوری مثلا تایلند اینا نگاه کنی، مثلا همون بحث پادشاه اسلحه و اینا وجود داره تا اینجا، ولی تو چین اون مدلی که بودایی یعنی ترویج پیدا کرده یک نوع، یعنی و تقابلش با اندیشه کنفوسیوسی که بسیار قوی هست. ببینید شما بعد در مقایسه در اصلا یک کشوری مثل بوتان که بودایی هست، خب شما اونجا تأثیری از اندیشه کنفوسیوس نداری، اصلا نمیشه مقایسه، ولی در چین بیشتر یه چیزیه به نظر من در وجه فردی بیشتر چیز بودایی بهش پرداخته میشه. قدرتمند هست، ولی خب تعامل هم میشه در چین. یعنی شما حزب کمونیست رو داری، اجازه میده که بودایی ها پرکتیسشون رو انجام بدن، عبادتشون رو انجام بدن. به خاطر همین من بودایی رو قدرتمندتر میدونن در مقایسه با زرتشتی. به خاطر زرتشتی دیگه اصلا به اون منطقه نرفت، ولی نتونست چیز بکنه. در مورد اینکه اینا یا با هم موازی هستند، مثلا با اندیشه کانفیسیوس در مورد هارمونی، مثلا رفتار نیک، کردار نیک، به نظر من آموزه اخلاقیشون نمیشه گفت یکسانن، ولی به اون ما تو خود زرتشتیات هم تا اونجایی که من متوجه میشم، من زیاد مطالعه نکردم، ولی به نظر من اون بازم سلامت نفس و سلامت جامعه براش مهمه. به خاطر همینه که این آموزه ها حساسن. به خاطر همین به نظر من یک نوع چیز پرلایی میشه بینشون ایجاد کرد، ولی به نظر من در چیز چاینا قوی تره این چیز اجتماعیش تا چیز زرتشتی. به نظر من زرتشتی مقدار آموزه هاش کمتر کامیونیتریانه. من تا اونجایی که من مطالعه کردم، بازم میگم من اکسپرت نیستم زمینه اندیشه های زرتشتی، ولی تا اونجایی که من متوجه میشم کانفیسیوس رو، به نظر من کانفیسیوس اون حفظ اجتماعش تو لول های مختلف خیلی براش مهمه. و اینم یکی از مباحث مجادله بین افرادی هستش که بین سیستم شایسته سالاری و سیستم دموکراسی در چین فکر میکنن، به خاطر اینکه سیستم دموکراسی مبنای آزادی فردی داره، همونطور که اشاره کردم، درسته که سیستم شایسته سالاری مبناش میتونه همین سیستم هارمونیک باشه. یعنی اگه ما هارمونیک رو قبول داشته باشیم، پس افرادی که
جامعه رو اداره میکنم باید شایسته سالار باشم، پدری باشه، حکمرانی باشه، دوستی باشه که بتونه این نظر رو ایجاد کنه. در مورد سوالی که مهدی درسته اشاره کرد در مورد اینکه این توجیه این حزب کمونیست چیست، منم واقعا موندم، من فکر میکنم که اینا تجربه شوروی رو دیدن و دیدن که شوروی نتونست جمع کنه و اگر اینها رفرم انجام ندن و اگر اینها یه سری اصلاحات که میگم اصلاحاتم در صد اگه مثلا دقت کنید در مقایسه با ایران، خب ما ایران هم سیستم متمرکز داریم، حالا در چارچوب ولایت فقیه، ولی آزادی شخصی نداریم، یعنی نمیشه که آزادی شخصی نداریم ولی نسبتش به چین به نظر من پایین‌تره. اینها توجیهی برای اینکه چرا باید کمونیسم اونجا باشه ندارم. اگرم دقت کرده باشین رهبر جدیدشون شی جین پینگ از ادبیات کمونیستی استفاده نمی‌کنه برای توجیه لژیتیمیسیش، مشروعیتش. ادبیات کانفیسیوسی در مدیا خیلی استفاده میشه. ببینید شما همینطوری دارن ترویج میکنن خانواده چقدر مهمه. خب اینا مسائلی هست که در اینجا بحث شده نه در اندیشه کمونیستی. ولی به نظر من مردم چین مثلا ازشون میپرسی، من البته میگم من از دوستانم میپرسم، من سمپل ندارم، من نمیتونم بگم با هزار نفر اینترویو کردم از قشرهای مختلف و این نتیجه، من بر اساس اون چیزی که مطالعه اولا اینکه اینتלקچوالاشون قسمتی که من باشون ارتباط برقرار کردم به حزب کمونیست اعتقاد ندارن و تایوان مدل مهمشون است. من خیلی مصاحبه کردم، میگن کسایی که عضو حزب کمونیست میشن به خاطر اینکه میخوان جاش ارتقا پیدا کنن در چیز، این در توجیهی که میارن، میگن اصلا اعتقاد ندارم به مبانی. برایش همین که آخه وقتی ما در مورد کمونیست صحبت میکنیم خیلی ایده جدید در چپ هست، نیو لفت هست، این حزب، این چیزی از کمونیست باقی مونده. شما مدل لنینیستیش به نظر من تو این درجاتی در حزبش چیز هستش، یعنی باقی مونده. ما در مورد چه کمونیسمی داریم صحبت می‌کنیم؟ بخاطر همین من توجیهی که فکر می‌کنم که وجود داره اینه که از زاویه حفظ قدرت، از زاویه حاکمان حفظ قدرت هستش و اینه که این 1,400,000,000 باید یه جوری نظم اجتماعیش توسط یک حزبی حفظ بشه و آماری هم که وجود داره اینه که 100,000,000 در این حزب هستن که این افراد میگم بعد مطالعه، من بعدم با مطالعه کنم ببینین افراد مثلا لویالتیشون وفاداریشون به چی هست، آیا واقعا به ارزش‌های حزب هست یا اینکه واقعا به خاطر دلایل دیگه. و یه مثالی که من براتون می‌ذارم شما فکر کنم آشنا باشین، 3-4 سال قبل در هیئت اوکراینی چین یک شخصی اومد به نام لو شاوبا اگه من اشتباه نکنم، که یه شخص از اون بیرون نفر ششم بود در حزب و اندیشه‌های نوماهیستی داشت در مورد اینکه نه دهقان‌ها رو بلکه افراد طبقه متوسط رو باید انرژایز کرد، اینا هستن که میتونن بیان کشور رو انداختنش بیرون راحت به راحتی. میگه اگه شما میخواید مبنا بر مبنای کمونیسم و حکومت خلق و حالا به حال حکومت خلق هم به اون مبنای دهقانی نه مثلا، چون اندیشه ماو اندیشه یعنی سرمایه‌گذاری و قدرتمند کردن طبقه دهقانی بخواد که کشور دهقانی بود اون زمان، 500 میلیون شما دهقان داشتید، طبقه کارگر نداشت، کارگر صنعتی نداشت. به خاطر همین به نظر من توجیهی که میشه عذابی اونها حفظ قدرت، عذابی مردم هم به نظر من مشاهده رو دارم میگم متاسفانه جامعه خیلی سرکوب شده. من یعنی دیدم اینو وقتی دارم بهتون میگم کسی اصلا دوست نداره این مسئله صحبت کنه، همش یه موبایل هستشون و تو موبایلم منم چی میخونن، اینه این جامعه اینه. نه کسی بریم مثلا من یه مقایسه میکنم، البته مقایسه‌ام شاید درست نباشه، شما مثلا در مورد جنبش سبز که در ایران دقت میکنید مثلا شما میرید خیابون قشنگ متوجه میشین انزجارو، قشنگ متوجه میشین مردم اصلا ناراحت. تو چین که راه میری اصلا من چیزی ندیدم، هر جا من میرم هیچ وقت من انزج یا شاید مخفی میکنن یا شاید به نظر من یه حالتی پذیرفتن شرایط کنونیه، میگن اینه که هست دیگه، میگن اینه که هست. و اینکه واقعا من بهتون بگم این آمار اقتصادی که من اشاره کردم اینم به نظر من یه حالت توجیهگر هست، میگن حداقل ما جامعهمون یه از لحاظ اقتصادی یه پیشرفت میبینیم. اینم ما بعد در نظر بگیریم وقتی به عنوان یه چینی فکر میکنیم چیز جی دی پی پر کپیتاشون 7500 دلار در سال، شما یعنی که کشوری هست که تقریبا در حال توسعه هست، یعنی اینو من میخوام در نظر بگیرم که مردم چین مثلا مقایسه میکنن با هند، کشوری از لحاظ جمعیتی یکسان هست و میبینن رشد اقتصادی چین چقدره، مثلا آسایش اجتماعی جامعهش. به خاطر همین از من دو طرف هست، از یه طرف اون قضیه سرکوب هست، از یه طرف مردم هم ناتوانیشون هست و همین که پذیرش شرایط کنونی که اینطوری ما رشدمون رو باید ادامه پیدا کنیم. مثلا در ایران هم حالا من نمیتونم قاطعانه بگم ولی به نظر من دو تا المان در ایران هم هست، از یه لحاظ که واقعا تواناییشون ندارن در مقابل حاکمیت وایسن خاطر اینکه هزینه باید بدن،
از یه طرف دیگه البته جنبه اقتصادیش از چین کمتره، از این لحاظ که دیگه آلترناتیوی نیست دیگه، ما اگه داشتیم که میتونستیم مثلا سرمایه‌گذاری کنیم. در مورد بحث شایسته سالاری که کی این رو تعیین میکنه، من اتفاقا میخوام به چیز برگردم، خیلی درست اشاره کردن نازنین در این ارتباط، که همین منشور اشاره میکنه که The new China established in 1949 is a people's republic in name but in reality it's a party domain. یعنی اینجا اشاره میکنه، میگه جمهوری خلق اشاره شده در 1949 ولی در اصل تبدیل شده به اینسترومنت پارتی، یه پارتی هستش و این رو داره اداره میکنه. و سیستم شایسته سالاریشون، من تفاوتی که با جمهوری اسلامی میبینم اینه که به نظر من در جمهوری اسلامی، حالا توی ادمنستریشن مختلف میشه بررسی کرد، رفسنجانی میشه بررسی کرد، خاتمی میشه بررسی کرد، احمدی نژاد میشه بررسی کرد، که لول‌های مختلفی داره. شما یه زمانی افرادی میبینید که اصلا شایسته نیستن، یعنی اصلا هیچ تجربه‌ای برای چیز ندارن، یه زمانی میتونید یه افرادی ببینید حداقل تکنوکرات‌تر هستن. تو چین به نظر من حداقل این سیستم اگزامینیشن لویالتی پرفورمنسشون بر مبنای یه چیزه. مثلا من یه مثالی بهتون بزنم، این شی جین پینگ رهبر کنونیشون، اون تقریبا 30 از این خانواده اولا میاد که پدرش توی حزب بوده، این 30 سال در مراتب مختلف در قسمت استانی، در قسمت گاورنرشیپ، همه اینا روش پیدا میکنه. یعنی ببینید شما وقتی ما داریم پرفورمنس میگیم، به هر حال شما باید یه استان 90 میلیونی رو اداره کنیم. میگم این مثلا اینطوری نیست که فقط بر مبنای یه حالتی وفاداری به حزب این 100 درصد باشه، وگرنه که اصلا انتخابت نمیکنن. مثلا یه رهبر جدیدشون که احتمال داره انتخاب بشه در 2022، چون رهبر جدیدشون میره به نام خوا، من بایوگرافیش نگاه میکردم، این در کنکور چین اول شده. و ببینیم شما مثلا 30 سال پیش برام میگم کسی که اول بشه، ببینید شما در بین 10 میلیون بعد چقدر چیزش برشتش هم که اول شده داشتی در رشته ادبیات اول شده، مثلا در رشته مهندسی اول نشده، ببینید چقدر این شخص از لحاظ تیسوشی بالا باشه. به خاطر همین به نظر من، هم که دوستان گفتن نخبه گراییشون به نظر من واقعا وجود داره. مثلا یه کاری که حزب کمونیست کرده و به نظر من جالب هست اینه که تمام نخبگان و پولدارها و نخبگان در یک سبب قرار دادن درست نیست، ولی تمام افرادی که یه مقدار کلاوت دارن در جامعه، وزن دارن، رو وارد حزب کرده. تمام کسایی که دسترسی به سرمایه دارن وارد حزب کرده، همه رو اینتگره کرده. اینتگره کردن باعث میشه چی؟ باعث میشه که این افراد حالا میتونن اشتغال زایی بکنن، وفا یعنی نگرشون میداره در داخل سیستم، اجازه نمیده که ردشون بکنه. و حالا ما تو سیستم ایران به نظر من حاکمیت نتونسته این کارو به هموش، بخاطر همین ما اینقدر مغزمون بیرون هستم و نمیتونم وارد بشم، با اینکه داره حاکمیت سعی میکنه که چیز بکنه. در مورد آزمون و خطا، به نظر من این آزمون و خطا در حال انجام پذیری شده، حتی که آرش اشاره کرد مثلا اینا یه سری مناطق اقتصادی دارن و در این مناطق اقتصادی مثلا ما تو ایران کیش که داریم که مقدار از لحاظ رگولیشن آزادتر هست، اجازه میدن که یه سری مثلا سیستم های منیجریال جدیدی بیاد چیز بشه، سرمایه‌گذاری خارجی به یه شکل مثلا درصدهای متفاوتی تغییر پیدا کنه. مثلا یه نمونه مهم شهر شنجن هست، اگه شنیده باشین، 30 میلیون شده جمعیت در عرض 30 سال و این چطور اینجوری شده؟ اقتصاد با آزاد هست و سرمایه‌گذاری خارجی تا یه حدی به رسمیت شناخته میشه و اون چیزای مالکیتش هم یه متفاوت است. و سوال، یعنی بحث آخری که شو، حالا البته میگم من اگه به یه سری از بحثا نرسیدم سعی میکنم در دوره بعدی جواب بدم. در مورد این بحث آزادی اجتماعی و این بحثی که در مورد ضرورت انقلابشون و این بحث کودتا شد، من چیزی که خوندم یعنی در مورد بحث انقلابشون اینه که نشنالیست ها به هر حال واقعیت حزب کمونیست رو دیدن، چون حزب قدرتمندی بود از لحاظ، و اشتباه کردن، یعنی اشتباه کردن از این لحاظ که نتونستن، ببینید چون جامعه دهخانی بودش و حزب کمونیست تونست دهخان ها رو موبیلایز بکنه، چون چانگ کیاشک در قدرت بود برای 20 سال میتونه، البته خب میگم جنگ داخلی بود شاید متفاوت، ولی به نظر یکی از چیزایی که من تو مورخا خوندم اینه که دلیل پیروزی حزب کمونیست، اولا اینکه خب کادرش خیلی کادر چیزی بود، خیلی کادر یونیفایدی بود، بعدش هم که اشتباهات نشنالیست ها بود که باعث شد که اینها چیز بکنن. آزادی های بر مبنای اون و پیروزی حزب کمونیست و سرکوب هایی که اشاره شد، آزادی بیان در چین وجود نداره. من زندگی کردم در اون کشور، میدونم شما ایمیلاتون چک میشه، شما دسترسی به هیچ کدوم از چیزایی که ما اینجا داریم نداریم. سیستم سانسورشیپش به نظر من از ایران قوی تره و به نظر من اصلا مدلایی که ایران استفاده میکنه از چین میاد،
واقعیت من بهتون بگم. ولی تو همین سوشال مدیایی که دارن، تو همین چیزایی که دارن، یک نوع مثلا ایران که تلگرام وجود داره، به هر حال مردم ارتباطاتی با هم کسب میکنن، اونجا میدید این دستگاه وجود داره و چینی ها زرنگ هستن، یعنی مردمش زرنگ هستن و خبرها رو به یه شکلی منتقل میکنن. به هر حال اینطوری نیست که مثلا درکش مثلا کره شمالی باشه، به هر حال ارتباطات هست. و به نظر من و این مقاله اشاره کرده بهش که این رشد نیروی مولد طبقه کارگر طبقه متوسط بر مبنای این رشد و دسترسی به رسانه ها میتونه به زمینه ساز این باشه که چین تحولات اساسی درش صورت بگیره، با اینکه حزبش خیلی قدرتمند هستش. من در مورد قحطی که در نهایت اشاره کنم، قحطی یک چیز تاریخی هست، واقعیت تاریخی هستش و من عددش رو نمیخوام اشتباه بگم، میدونم عدد بسیار چیزی هستش، عددی هستش و الان در چین اینو دینای نمیکنن، نمیگن که این اتفاق نیفتاده. ولی یه چیز جالبی هستش که من با چینی‌ها، یعنی با چند تا از چینی‌ها صحبت کردم، چینی‌ها به هیچ عنوان دیگه ماما تو کشورشون اشاره نمیشه، نه عکسش هست، فقط توی پول هست. اگه دلت بخواد مثلا اینطوری که بری تو خیابون ما رو ببینی، هیچ جا نیست، کلاسا نیست، ما تو اصلا تو ایران همه جا مثلا عکس‌ها هست. به نظر من خیلی زرنگن، عبور کردن از اندیشه‌های ما، عبور کردن و وقتی عبور کنی خب نسل جدیدت هم مگر اینکه کتابای تاریخی بخونه متوجه، در صورتی که شما مثلا دن شیاپینگ اشاره میشه بهش تو چیز توی روزنامه ها. بازم میگم نه افراطی، مثلا ما تو ایران خیلی افراطی تمام رهبرانمون مثلا همش بارها داره تکرار میشه، با اینکه مثلا یکی دیگه نمیاد دقت کنه، خب افراد موثر دیگه هم بودن که شکل دادن بشه. به خاطر همین به نظر من کسایی که مقدار حواسشون هست اونجا در مورد قحطی میدونم ما چه اشتباهاتی کرده، و از یه طرف دیگه با خیلیاشون که صحبت هم میکنیم میگن که ما کشورمون، چون درست گفتن تریاکی بودن واقعا، یعنی شما آمار رو در نظر بگیرید یک کشور بود نابود شده بود، یعنی چین شما در نظر چین 5% چیز جهانی داشت، یعنی کانتریبیوشن 1 میلیارد، حالا موقع هم 700 میلیون بودن. به خاطر همین یک چیزایی هم یه لویالتی هم ما دارن از لحاظ کشور رو جمع کرد، یه تحولات به حال نیم بندی اونجا ایجاد کرد. من تا این دور من به چیز میکنم. اگه چیزی از زنم پرید سعی میکنم که در دور بعد جواب. حالا دوستان مرسی از سوالات خیلی خوب، چون من سوالاتی میشنوم خودم مثلا تجربه هم که توی چین داشتم به خاطر میگنی به خاطرم میاد که چجوری مثلا بتونم جواب رو بدم، به خاطر که تجربه هم وسط هست. سوالات خیلی به نظر من غنی هست و مثلا یه سری از سوالات فقط مثلا بعد برداشت چیزای مطالعات مثلا آماری روش بشه، مثلا بحث مهاجرت چینی ها به اینجا، من مثلا نظر خودم میگم، ولی مثلا خیلی احتیاج داره که سگمنت های مختلف مهاجران رو نگاه بکنم. در مورد بحث که آرش کرد، هنگ کنگ و تایوان از لحاظ فرهنگیش تفاوتی دارن، اگه آشنا باشین با این اصطلاحی که دن شیاپینگ استفاده کرد در مورد وان کانتری تو سیستم، که اون بیشتر بر مبنای چیز اقتصادیش اینو مطرح کرد که اینها خب رشد اقتصادیشون با متفاوت بوده و بعد اینو پذیرفت که یه سری در تایوان با این از لحاظ سیاسی مخالفه. ولی از لحاظ فرهنگی من اون چیزی که مشاهده کردم اینه که همه کسایی که میرن تایوان وقتی برمیگردن چین، چین مینلند چاینا، احساس میکنن که تفاوتی وجود داره. میگن مثلا چینیا پرسونال اسپیس رو نمیفهمن، کسایی که داخل کشور هستن اصلا چیز حریم خصوصی براشون مهم نیست. و من تجربه داشتم اینا دارم میگم، بر اساس چیز نیست، بر اساس مثلا حرف دیگران نیست، مثلا میگن چینی ها آدابشون زیاد به دل نمیچسبه، مثلا میشه توف کردناشون، در اصل که تایوان اصلا چنین چیزی نیستش. به خاطر همین کسایی که رفتن، من خودم از این واژه استفاده نمیکنم، ولی میگن که چاینیز ها نسبت به تایوانی ها سیویلایز نیستن، یعنی متمدن نیستن. من چیزی که استفاده میکنم اینه که من خودم که استفاده میکنم متفاوته، من میگم متفاوته، واجب نمیگم سیویلایز نیستن، فقط وقتی میگم سیویلایز نیستن یه مقدار بار ارزشی تو چیز داری برایش. چرا این میتونه اینطوری باشه؟ شاید به این دلیل میتونه باشه که واقعا با خارجی ها ارتباط نداشتن. شما خب هنگ کنگ یا حتی تایوان اینها خیلی بیشتر از لحاظ فرهنگی در ارتباط بودن، آزادی های بیشتری در کشور بوده، میتونستن دریافت بکنن. بازم مثلا ما میگم تو ایران هم مثلا 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 تهرانی ها شهرستانی ها به هیچ عنوان من نمیشه گفت اینها متمدن تر هستن یا نیستن، لایف استایل متفاوتیه.
و آداب رسوم متفاوتی. ولی من شنیدم از خارجی ها میرن تایوان میگن ما میخوام اینجا زندگی کنیم. چند تا از چینی ها که من باهاشون دوست هستم میگن ما وقتی میریم تایوان این مدل ماست. بر ببین دقیقاً خیلی برام جالبه که این مدل سازی رو میکنن. یکی از دلایلی که من خودم قبول دارم به این آرگومنت، نه به معنی متمدن نبودم ولی به معنی متفاوت بودن، اینه که به نظر میرسه من این رو ایده خودم است، ایده است که از یکی از دوستان در تورنتو ایران تو گرفتم، میگن چینی ها نگاه پیرامونی ندارن. یعنی هیچ وقت محیط زیستشون نگاه، مثلا نظر بگیرین میریم داخل کشور، از هند بهتره، حالا من بگم نقد در جامعه هند نیست، هند واقعا مثلا این افتضاحی از لحاظ بهداشتی، ولی چین به نظر من میرسه که خیلی بسیار چیز پیش و پا افتاده یه پیرامونش، تمیزی نمیدونم، حالا همه چیز شهری میتونه باشه، از چیز اربن میتونه باشه، همه از پرسنال میتونه باشه. یه همینطور که اشاره شد این بیزنس مایندد شدنشون، یعنی اینطوری فکر کردنشون خیلی تاثیرگذار بوده و شاید هم واقعا پیش زمینه‌ش هم نداشتن. یه جوری دیگه فکر میکنن، از که تایوان شما میری قشنگ متوجه میشی که همه چی طبیعی شده، که یه مقدار همه چی هارمونی تر باشه، مثلا رابطشون با نیچر هارمونی تره، پارکاشون بهتر میشه. نه اینکه تو چین اینطوری نیست و دولتش نمیخواد این کارو انجام بده، ولی واقعا یه سری سیستمای متفاوته. این که به ضرورت دن شاپینگ میاد میپذیره کشور باید سرمایه‌داری بشه و باید ثروتمند بشیم، با هزینه این همه هزینه‌های محیط زیستی که دادن، واقعا به نظر من یکی از دلایل توجیه کنندش اینه واقعا براشون محیط زیست مهم نبوده، تازه متوجه شدن که بیا ما بشیم کارخونه جهان. و یه سری از شهرها در چین هست، مثلا هانگشوی اگه شنیده باشین نزدیک پکن هست، اصلا خارجی‌ها که میرن دیوونه میشن از بس شهر آلوده است. حالا اینکه ما ایران هم شهر آلوده نداریم، به حال هر کشوری به هر حال یه چیزی داره، ولی به نظر من این یکی از نقدایی که رو فرهنگ چیز اینو پیرامون ستیزی درنشون هست، که پیرامون ستیزیشون به نظر من دلیلش بیشتر کاهش یا تقلیل رفتن این فرهنگ کانفوسیوسی درشون هست. این چیزایی که اشاره کردم رن و اینها به نظر من خیلی درشون تقلیل پیدا کرده و خیلی شخص محورن. من جنرالایز نمی کنم، نمیتونم این کارو بکنم، نمیتونم بگم که همه اینطوری هم، ولی دیدم من اینا درشون که این یه سری خصوصیات درشون وجود داره. در مورد سوالی که تیانامین اسکوئر و میلتون فریدمن، من مطالعه نکردم، بس سه چیزی که فکرشو میکنم میتونم جواب بدم. فکر میکنم که اینا تجربه شوروی رو از این لحاظ که خب شوروی رام دیدین که سیستم خیلی بسته بود و اجازه نمیدادن که خارجی‌ها برن داخل و میترسیدن که اگر باز کنن مثل کره شمالی، افرادی که میان داخل میتونن داخل رو متهیج کنن، مثل همون حوادثی که اوکراین صورت گرفت. در چین هم خب اون زمان اینا اختلافاتی که، یعنی اگه دقت کرده باشین حزب کمونیست که همیشه قدرتمند نبوده که، یعنی زمانی که ما میمیره و اینها، اون اختلافات داخلیشون خیلی حزب شکننده میشه. ژان لای میمیره، چیز ماوتسون میمیره و اینا. خب تجربه شوروی رو، یعنی گورباچوف همه میدونیم گورباچوف خیلی چیزش بود، خیلی چی میگم بهش، فرجایل بود، یعنی نمیتونست دایرکشن حزبش رو مشخص کنه. و چینی ها همون برهه باید تحقیق بشه که آیا واقعا مثلا میترسیدن از اینکه یه شخص مثل متافرمن بیاد و یه سری تئوری ها بده، و اگه اینو اجرا کنن، و واقعا هم اینا سرکوب کردن دیگه، تیانامین اسکوئر اینا سرکوب کردن. و واقعا همین شخصی که متاسفانه مرد چند وقت پیش، دو سه روز قبل، یکی از افراد بود که از باقی مونده های همون جریان تیانامین بود و حتی رهبر دومشون رو در خونه نشین کردن دیگه. من حالا اسمش رو یادم رفته، ولی رهبر دوم چین بود که اومد گفتش که باید باز کنیم و قبول نکردن. به خاطر همین مثل تمام کشورها که براشون یه و احزاب که براشون حفظ مهمه، اجازه دادن به عناصر خارجی که بیان و دیکته کنن مسلمن. ولی شما من فکرم اینه که دن شاپینگ وقتی میاد و میره آمریکا و دست کپیتالیستا رو میبوسه، یعنی بگم بیان شما داخل دیگه، شما این پیامش به اونا اینه، مثل برعکس ما که دقیقاً بستیم، این اومد اینو باز گوش و باهاش چیزای سیاسی میاد. شما نمیتونی کشور رو باز کنی اقتصادی بعد بگی که من چیز، ولی الان اگه دقت کرده باشین یک لایحه جدید تصویب شده، مثلا این ان جی او هاشون باید با دولت ثبت نام بکنن، درسته که چیزی نبود مثلا 3 4 سال قبل. به خاطر همین به نظر من حزبشون، حزب کمونیست که خیلی روش ایراد هست و خیلی هم نارضایتی نسبت بهش هست،
حواسش هستش که کسی نتونه وارد سیستم بشه که بخواد مثلا خیلی دیگه چیز بکنه، خیلی سیستم رو از لحاظ‌های مختلف چیز بکنه، ضربه پذیر بکنه. من این مشاهده، ولی بازم خیلی سوال خوبه که مالتون فریدمن تا چه حد روی الیت چینی تاثیر گذاشت از لحاظ فکری که مثلا توسعه سیاسی اقتصادی باید با هم باشه. من جواب یعنی نخوندم، ولی برداشت خودم از این بودش. در مورد اون بوروکراسی چینی که آرش اشاره کرد کاملا درسته و شما اینو مشاهده میکنید وقتی میرید مثلا تو شهرهای مختلفشون، یه سری از این جاهایی هستش که بهشون میگن که کانفیوژن اگزامینیشن سنتر، که برای سالیان سال قبل بوده و میری این حجرهایی که آرش میگه قشنگ میتونی از بیرون ببینی، نمیتونی بری داخل بستنش، که اینا جایی بوده که اینا میشستن. حالا من دقیقاً آرش بهتر از من اطلاعات داشت که اینا نشستن میرفتن بعضیشون میمردن و اینها. این سیستم الان حفظ شده. الان شما سیستم کنکور چین 3 روزه، حالا آرش میگه 7 روز بود، 3 روزه الان، و بیچاره ها رو یعنی چیز میکنن، یعنی به هر حال چیز هست، رقابت هست و امتحانات بسیار سختی هستش و واقعا کسایی که انتخاب میشن به نظر من بعد خیلی چیز حافظه و هوش قوی داشته باشن که انتخاب بشه. بین مثلا 10 میلیون هم آمار امسالشون بودش که مثلا ایران 1 میلیون هم مثلا چقدر هستش. در مورد سوالی که مریم اشاره کرد در مورد بیزنس اورینتد شدنشون و اینکه خودشون چجوری در چارچوب جهانی میبینن، یکی از نقدهایی که میشه در فرهنگ چینی و من اینو به پرسنال دیدم که یه سری از این ارزش‌های کانفیسیوسی از بین رفته یا اینکه تقلیل پیدا کرده. مثلا بحث خانواده شون، میگم من بعد آمار نگاه کنم نمیتونم رو هوا حرف بزنم، ولی فکر میکنم که یه بخش شهریشون مخصوصا این بحث ازدواج و بحث خانواده براشون مثلا ما ایرانمون تقریبا کم رنگ‌تر شده، مناطق روستاییشون بیشتر به این میچسبن، بیشتر به این بحث خانوادگی میچسبن. بعد بحث وفاداری، بحث تراست، اعتماد، یکی از نقدهایی که میگم اگه یادتون باشه چند سال قبل اتفاق افتاد که اومدن زیر کردن یه بچه بود یا یه کسی بود خیابون، اومدن اون چیز بچه در صدای برپا کرد که آخه این چه کشوری که هموطن خودتو زیر میکنه و طرف فرار میکنه. این چیزا تو بینشون خیلی هستش و اینکه من اشاره کردم به این آمار چیز آمار این مقاله که اشاره میکنه که 3.5% ببخشید نه 3.5% 3500 نفر اینا الیت های پارتی هستن که 10 تریلیون دلار سرمایه دارن و همه چیو دارن، شما هتل دارن، خیلی چیزن، خیلی نه اینکه مخوف باشن، من نمیگم واژه مخوف استفاده نکنم، ولی قدرتمندن. شما مثلا خانواده شی پرزیدنتشون نمیدونن چون خواهرش مثلا تو این استان تو ریل استیتن، خب اینا چیزای رانتی و کانکشنی بینشون خیلی هستش تو بین خود چینی‌ها. من میگم احتیاج به مطالعه داره، فکر میکنم که این ارزششون به خاطر این هجوم سرمایه و واقعا تحول اقتصادیشون اینا خیلی تغییر پیدا کرده و به خاطر همین هستش که شی جین پینگ خودش خیلی پرو کانفیسیوس هست، دوست داره که این ارزش‌ها رو هی تو رسانه‌ها اینا بولد بکنه که ما به این ارزش‌ها هستیم. حالا البته شکل اشکال متفاوتی داره. مثلا یه چیز خیلی جالبی که من اشاره کردم اینه که بحث ال جی بی تی که در کانادا صورت میگیره، مثلا حقوق همجنسگرایان و اینا، چقدر در موردش بحث شده تو غرب که این آیا مثلا کامپتیبل هست یا نیست. به ما گفتن که شما برید خبر بخونید، گفتیم چه خبر، گفتن که در چین این آزاد شده. شما ببینید اصلا انگار که مثلا که مثلا اصلا از کجا این پیشینش اومده. میبینید یه پارتی هست از بالا مثلا یه سری خب پلنر داره، اینا خب میان نگاه میکنن ببینن که مثلا تو کشورشون مثلا 2 میلیون از این ال جی بی تی ها هستن، یه رفعه یه دایرکتیوی از بالا میاد آزاد میشه. اصلا مثلا این بحثایی که اینجا هست 60 سال که مثلا ما سوشال استبیلیتی اپ بین میره، اصلا این چیز میبینی خیلی سیستمی که اجرا ایمپلیمنت میکنن خیلی چیز متفاوته با اون چیزی که ما اینجا داریم. به خاطر همین من در جواب سوال مریم فکر میکنم که خیلی این بحث سرمایه‌داری روی اخلاق اجتماعیشون تاثیر گذاشته و اینها رو چیز کرده، بحثا مناطق شهری، من بس چیز خودم میگم تحت تاثیر قرار گرفته. در مورد اینکه چرا چاینیزها مهاجرت میکنن، یکی از دلایلی که من خودم حالا البته میگم شما هم خیلی با چاینیزها در ارتباط بودید، به نظر من به خاطر فرار کردن از اون وضع موجود هست و دقیقا همونطور که تارم اشاره کرد فرار کردن از اون بیروح شدن جامعه هست. یعنی شما سرمایه‌دار چینی داری مثلا از 10 میلیون دلار پول داره ولی راضی نیست، این هپی نیست، میاد اینجا حداقل یه هوای آزادی هست، میدونی یه ارتباطات سالم‌تری هست. مثلا یکی دلایلی که بعضی از ایرانی‌ها مهاجرت می‌کنن دقیقاً میتونه همین باشه. یه دلیل دیگه شون که من
خودم فکر میکنم این که خدمت به جامعه شونه، میخوام اینجا تحصیل کنم برگردم. واقعا هم این فاکتور هم هستش، میان امکانات اقتصادیشون میگم بهتر شده، برمیگردن و این درصد الان داره بالا میره. مثلا من بچه‌ای که قبلا بودن و اینا الان میبینم یه سری درصدشون برمیگرده. این که پاتریوتیک هستن، نشنالیست هستن، ولی به هر حال همونطور که آرش اشاره کرد، تمدن چینی تمدن خیلی قدیمی هستش و حفظ شده و در چارچوب این ساختار سیاسی الان وجود داره و شاخص‌های اقتصادیشون هم واقعا جلو زده. ببینید شما دومین اقتصاد دنیا هستن، سرمایه گذاری خارجیش از آمریکا جلو زده. ببینید چین کشوری هستش که تمام کشورها داره چیز میکنه. ببینید من چیز میگم خیلی افراد هستن، من دور اطرافیان خودم که دارم با چینی‌ها کار میکنم اینجا، به خاطر همین میبینیم که چقدر اینا از این لحاظ، به خاطر همین نمیگم این غرور ملی دارن، ولی چیز شدن، بیدار شدن. یعنی میدونین میگن که ماها از اون خفت 100 سال قبلمون که اومدن کش پکن گرفته بودن دیگه، انگلیسی ها اومدن پکن گرفته بودن، میگن ما به این درجه رسیدیم، چیز داریم، توان متوسط داریم، کشوری داریم که کانسامشن بیس اکانومی شده، یعنی مصرف تو مصرف کننده شده و اینا براشون غروره. میگن ماها به این درجه رسیدیم، تلاش خودمون بوده، حالا که در چه هزینه‌ای دادن از لحاظ محیط زیستی و از لحاظ سیاسی و اینها. به خاطر همین به نظر من اینو اگویزمو دارن. حالا البته من میتونم یه سری مقالات رو ارجاع بدم که دوستانم معرفی کردن در مورد ناسیونالیسم چینی که افراطی میتونه بشه نمیتونه بشه. شاید دقت کرده باشین خیلی ما کم میشنویم مثلا مثال هایی که مثلا افراطیانی که مثلا تو آلمان هستن میان بر علیه مهاجران و مسلمان ها صحبت کنن، تو چین اصلا چیزی نیست. دلیلش بخاطر سرکوب حاکمیت بود، اصلا اجازه نمیده که مثلا یه حالت این هارمونیشو تغییر، بخاطر اینکه اگه یه جا اجازه بده، شما نظر کشور که البته که میگین زبانی خیلی کشور متنوعه، یه جا اجازه بده یکی بیاد یه ذره مثلا علیه ژاپنیا یه ذره چیز بکنه، درواز بشه، اصلا دستشون در میره، بخاطر خیلی حواسشون هست که اصلا نمیذارن که به اون درجات برسه. در مورد نقد ما به کانفیسیوس، من اون چیزی که میدونم بیشتر در لول سیاسیش هست، به خاطر که ما بر مبنای چیزی که من خوندم، ما فیلسوف نیست، ما متفکر سیاسیه، ما اکتیویست، ما رهبر سیاسی بوده، ما فیلسوف نبوده. یعنی میدونی مثلا شما بخوای میگم فیلسوف چینی مثلا اشاره بکنی، من تو معاصر کیو میتونم اشاره کنم؟ مثلا یه سری افراد هستن، من اسمشون رو یادشون میاد، به خاطر همین من نمیتونم بگم که نقد ما بر کانفیسیوس از از فلسفی بوده، اینطوری نبوده، بیشتر نقدش سیاسی بوده، به خاطر اینکه به نظر من ماو فکر می‌کرده که این سیستم امپریال امپراتوری بر مبنای همینا بنا نهاده شده و ماو بارها در صحبتاش از دهقانانی که مثلا در قرن 19 اومدن انقلاب کردن علیه حکومت چین داینستی تقدیر می‌کنه، میگه اینها بودن که اومدن به هم زدن. ماو از دکتر یاتسن تقدیر می‌کنه، با اینکه بورژوازی بوده دیگه، حکومت بورژوا، با اینکه بخاطر اینکه اینا رو همه رو به هم زده، این تعادلات رو به هم زده، بخاطر همین ماو به نظر من فیلسوف نیست. البته میگم، من میگم فیلسوف نیست، مثلا یه سری از چپترها اینجا میشه رفت و یه سری صحبته داره، بحث در مورد کانترادیکشن، تناقض داره، بحث دیالکتیکی هستش، ولی خب بازم مثلا در مثلا همین که میگه چیز نیستش، مثلا بنیانساز نیست، مثلا تمدنی اصلا نمیشه، مثلا ماورا من نمیتونم مثلا مقایسه کنیم با چیز، با خاطر همین به نظر من احتیاج مطالعه بیشتر داره، ولی به نظر من نمیشه یعنی نقدش رو بنیادی دونست بر کانفیسیوس، به نظر نقدش در سیاسی. در مورد انسسترال ورشیپ هم که خاک خوب اشاره کردیم، من دیدم مثلا میری خونه‌های قدیمی چینی یه اتاقی هستش که اختصاص دادن به پرستش گذشتگانشون و میری و میبینی چقدر این قویه درشون، یه اتاقی رو چیز کردن و وسایلشون ریچوالشون هست و انجام میدن این قضیه و این قضیه بازم از کانفیسیوس میاد، خود این کانفیسیوس همش رو اشاره میکنه که حتی با مردگان هم شما باید اون لی رو، اون چیز رو حفظ بکنین، اون آداب و رسوم رو حفظ بکنین و اون مردگان، میگم حالا متافیزیکی فکر نمی کنم، ولی میگن که اگه این چیز حفظ بشه مردگان مثلا بهتر بتونن آرامش خاطر داشته باشن. در مورد بحث تاهر افول تمدن، من یه مقاله‌ای که اشاره به همه دوستان پیشنهاد میکنم، دانیل بل نوشته این رو در مورد هارمونی این ورلد 2013. بعد این شخص اومده و چند تا ایندکس رو مقایسه کرده، یکی جی دی پی پر کپیتا رو مقایسه کرده، یکی اچ آی ایندکس رو،
هارمونی ایندکس رو اومده بررسی کرده، یه چند تا از ایندکس های رو اومده بررسی کرده و در نهایتش به این درجه رسیده که باید بیایم از هارمونی ایندکس، یعنی یه چند تا از شاخص های پیشرفت و توسعه رو اومده کنار هم قرار داده، به این درجه رسیده که از لحاظ اون این ایندکس قوی تره، همین هارمونی ایندکس. بعد اومده بر مبنای سیستم کانفیوسیوسی 4 نوع هارمونی رو تعریف کرده: هارمونی این فامیلی، هارمونی این دی کانتری، هارمونی این دی ورلد، هارمونی وید نیچر. بعد اومده اینو مطالعات ریاضی، یعنی کار ریاضی روش انجام داده و کشور رو مقایسه کرده، 47 کشور رو گرفته و مقایسه کرده. چین در این سیستم مقایسه‌ای، من اینجا چیزشون اتفاقا خط کشیدم چون 4 تا شاخص داره، در چیز خانواده 20مه بین 47 کشور، در حالا من میگم بازم چیز چی داشتم، در مورد خانواده 20مه، در مورد کشور یعنی هارمونی در کشور 22مه، در مورد نیچر مثلا 28مه، اوورال در مجموع 23مه در این رده بندی. به خاطر همین اگه بخوام بر مبنای آمار بررسی کنیم، بر اساس و اینم بر اساس یه سری از داده‌های آماری هستش، چین چیز خاصی نیست، یعنی میدونین، یعنی از لحاظ اقتصادی آره دوم جهان هستش، پیشرفت داره میکنه، ولی از لحاظ دیگه، از لحاظ همین بحث هارمونیک در نظر بگیری، چین توی رده‌بندی 22مه و خودش اشاره میکنه که من اینو براتون میخونم، میگه که It's premature to draw policy implication on the basis of first year experiment with harmony index. یعنی میگه که برای اینکه بخوام در مورد سیاست گذاری چیز بکنیم برای مبنای زر زوده. But one can still point out to some preliminary insight. چند تا نتیجه میتونیم بگیریم. Given that it seems more difficult to establish a harmonious society in large and populous country, the most obvious implication would be to allow for substantial decentralization and local level decision making. So that the most of the pro-harmony benefits of the smallness can be realized within the context of a large country. یعنی میگه که از نگاه این بررسی بحث هارمونی در کشوری که جمعیت بالا داره و خیلی وسیع سخته. و واقعا هم اینو من دیدم که واقعا خب مثلا یه منطقه بین یه منطقه دیگه از لحاظ فرهنگی اینقدر متفاوتن. خب خیلی سخته که هارمونی رو تو حفظ بکنی توش. تو مثلا کشور مثل فنلاند، خب فنلاند مثلا نروژ اینا اول دومن، ولی خب مقایسه به نظر من درستی نیست. اشاره میکنی که دیسنترالایز بکنی، یعنی تمرکز زدایی بکنی و دولت چین هم من به خاطر اینکه بس آزمون خطا رو اشاره کردم، اینه که مثلا شما میری شنجن، خب یه نوع سیستم اداره شهری درش چیز هستش، وقتی میری مثلا مغولستان، منطقه مرکزی مغولستان یه جور دیگه هست، میری شینجان یه جور دیگه هست. یعنی ببینید به نظر من دولت چین حواسش هستش که این بحث تمرکز زدایی نه به معنی مثلا فدرالیزمی که ما در کانادا منظورم هست، ولی به معنی که یه مقدار دلیگیشن پاور به اون افرادی که در اون مناطق هستن و اینکه واقعا ضرورت یعنی نیازشون هست، وگرنه نکنن نمیشه اصلا اداره کردش. بعد به خاطر همین من کاملا موافقم در مورد اگه ما غیر اقتصادی بدونیم بحث ارزش‌های تمدنی رو، خب چین بر اساس این مبنا، من صحبت از خودم حرف می‌زنم 22م هست و نمیتونه چیز باشه، نمیتونه ادعا بکنه که کشوری هستش که پیشرفت کرده. بعد در مورد دغدغه آزادی و اپوزیشن هم چین به نظر من سرکوبش خب خیلی وسیع بوده و این یک تازه تک حزبی بودنش خیلی قدرتمنده. تنها چیزی که من دیدم در هنگ کنگ بود که واقعا می‌خواستن که قانون اساسیشون تغییر کنه، ولی هنگ کنگ 20 میلیون الان با چینی‌ها صحبت بکنی اصلا میگن هنگ کنگ داره چیز قدیمی میشه. شهر پیشرفته تر در چین داره ایجاد میشه با اقتصادهای قوی تر، شنجن، گواندون، همه اینا هستن مثلا چین. بس چون هنگ کنگ به خاطر همین به نظر من وزنه هنگ کنگ داره پایین میاد از لحاظ اینکه چقدر میتونه رو کل فرهنگ چین تاثیر بذاره. اپوزیشن پارتی که نداره، یه سری پارتی داره که در چارچوب حزب کمونیست کار میکنن، مثلا یه سری پارتی هستن که، و بیشترش به نظر من اون مقاومتی که میتونه صورت بگیره به نظر من بلند مدته، یعنی باید صبر کنیم که این طبقه‌ای که داره متوسطی که شکل گرفته یه مقدار بیشتر به حق و حقوقش چیز بشه، برسه، متوجه بشه و به مرور زمان تغییر بده. درست به خاطر اینکه به نظر من دولت مرکزیشون بسیار نه اینکه سرکوبگره، ولی همش دستش خیلی چیز داره، ارتش قوی داره،
مازاد سرمایه قوی داره، همه چی دستشه، هیچ کاری شما اگه بخوای هر حرکتی انجام بدی، یعنی من دارم مقایسه میکنم با مثلا هند یا مثلا ایران، اصلا قابل مقایسه از لحاظ درجه سنترالایزیشن. به خاطر همین خیلی بحث خوب شد در مورد اینکه افول تمدن توش هست یا نیست. بعد یه بحث دیگه که من مطرح میکنم، بحث آخرم در این دور اینه که من دارم به عنوان ایرانی دارم این بحث رو مطرح میکنم، بحث ما شاخصه خودمون، از چینی بپرسی نمیدونم آدم چه جوری جواب میده. یکی که آزادی خواه باشه یه جور جواب میده، یکی که هاردکور کامیونیست باشه یه جور جواب میده. خیلی کشور کامپلکس مثل ایران خودمون، یه سری برای ما آزادی مهمتر از مثلا یه سری از مبانی دیگه است، برای یه سری دیگه مثلا مبانی ارزشی مسائل مهمتر. خیلی میگم کشور کامپلکس، بخاطر همین من جواب این سوال خیلی یونیفرم نمیتونه باشه. من فقط بر اساس این مقاله میگم 22مه و اگه ما بر اساس هارمونی ایندکس نگاه بکنیم چین عقبه، اگه بر مبنای مقایسه با کشور دیگه. دوستان مرسی از سوالات امروز و این بحث فکری که با هم دیگه داشتیم میکردیم. به هر حال من جلسات این دوره افول تمدن رو همه شکل نکردم و کتابایی که رامی معرفی کرده رو نخوندم، ولی فکر کنم که در این چارچوب بحث خیلی خوب هستش که ما در چارچوب این سمپل چین به این قضیه هم فکر بکنیم. من قبل از اینکه سوالا جواب بدم، تا جایی که بتونم سه تا سورس رو میخوام معرفی کنم که من فکر میکنم که به ما دید بده در مورد تحولات چین. یکی که البته اینا میشه تو ایمیل ها فرستاد، یا یعنی اینکه یکی China's changing class structure and national income distribution، در مورد تحولات ساختار کلاس چین از 1952 تا 2015 که این یک پروفسور چینی درش تحقیق کرده و بسیار به نظر من غنی هستش. یکی The China Model که این مستقل کانادایی بحث کرده در مورد همین بحث ایندکس ها هستش، که خیلی مقاله قوی هستش به نظر من از لحاظ اینکه ما چجوری میتونیم مقایسه کنیم کشور رو با هم. یکی دیگه که من متاسفانه اسمش رو ندارم، در مورد همین Leadership in Confucian Society، در مورد بحث رهبریت در جامعه عمومی کانفیوسیسی. من اگه پیدا کردم اسمش رو با بقیه شیر خواهم کرد. در مورد سوالات، من از سوال آخری شروع کنم. به نظر من چین نگاه امپریالیستی الان نداره، به خاطر که انقدر اینا بحث اقتصاد و رشد و حفظ جامعه براشون الان مهمه که میخوان 1,400,000,000 رو حفظ بکنن و واقعا مشکلات اقتصادی و فرکشن های سوسایتیشون خیلی زیاده. مثلا ما ریپورتاژهایی نداریم در مورد اینکه مثلا چقدر تظاهرات در چین صورت میگیره، واقعا آمارا نیست، اگرم باشه خیلی انکدوتال هستش. در مورد استرایک ها در چین اعتصابات نداریم. به نظر من دولت چین الان فکر میکنه که یک، نه اینکه رشد نیروی مولدش انقدر بالا بیاره تو به درجه برسه که بتونه که به این چیز بکنه. به خاطر هم نمیگم دید ملی دارن، ولی نگاهشون نگاه داخلیه به نظر من. اینم که میان مثلا با ویتنام مشکل دارن، با فیلیپین مشکل دارن، برای حفظ اون چیز جغرافیاییشه. به خاطر اینکه اینا اگر چی میگم بهش، عقب نشینی بکنن تو دریای جنوب چین، خب بعدها میان یه جای دیگه شون رو علم میکنن، میان تو چیزای مشکلاتشون با ژاپن، با هند. به خاطر همین خیلی هواشون است. من اینو چیز امپریالیستی نمیبینم. به نظر من بیشتر اینه که در این چارچوب که ما هستیم، جایگاه خودشون رو میدونن. میدونن که دارن باید رشد پیدا بکنن، میدونن که چقدر عقب هستن از کشورهای دیگه. میدونن که چقدر مثلا تو نسبت به کشورهای توسعه یافته چقدر بعد. به خاطر همین به نظر من چینی‌ها برخلاف بقیه کشورها، مثلا ایران و زری، به نظر من اونطوری فکر نمیکنن. نه اینکه نداشته باشن، من فکر میکنم که خدمت ژاپنی‌ها میرسن، یعنی اگه چیزش برسه، یعنی زمانش برسه. بخاطر اینکه میگم ضربه خورد، من باهاش صحبت میکنم میبینم که اینا یه روزی میخوان انتقام بگیرن، که متاسفانه نباید چنین چیزی باشه، ولی به نظر من الان نه وقتش. در مورد خود چیزی که بحث شد، بحث هنر و موسیقی شدش، به نظر من چین دو تا ترک جالب در این بحث داره، بحث هنر و موسیقی. یکی اون بحثه که پارتی چه چیزی رو ارائه بده در جامعه، که پارتی چه هنری رو و چه موسیقی رو. و حالا من وقتی این رو اشاره میکنم، اشکال مختلف هنر هم میشه بهش اشاره کرد. یکی این که اون آرتیست های مستقلشون چه چیزی رو میتونن مثلا بیان بکنن. مثلا وقتی من شانگهای رفته بودم، میرفته یه منطقه میبینی که مثلا در یک کارخونه قدیمی اینا یه سری آرتیست اومده بودن و واقعا مثلا نقاشی‌هاشون مثلا واقعا آوانگارد بود و اجازه هم داری بری، ولی کسی تبعیض نبود اونجا. ما رفتیم اونجا، مثلا دیدیم که خیلی خلوت و اینا است. به خاطر همین به نظر من مردم رو یه جوری سرکوب کردن که اینها نه تبلیغاتش میشه که مثلا چه چیزی وجود داره، نه اجازه اصلا
عمومی شدنشون داده میشه. بخاطر همین من این میگم سوال خیلی وسیع هست و احتیاج داره که الان بررسی کنم، ولی به نظر من خیلی حواسشون هستش. مثلا شما برنامه تلویزیونشون رو ببینی، ویورشیپ تلویزیونشون رو ببینی، میلیونی میرن مثلا برنامه‌های شبکه‌هاشون رو نگاه میکنن. باش اینترتینمنت دیگه، مثلا شما یه برنامه دارن در مورد مثلا همین مثلا بچلرت اینجا برای ازدواج، نمیدونین چه ویورشیپی داره و باید هم داشته باشه بخاطر اینکه یه چیز اینترتینمنتی هست. ولی میگم که خیلی اسمارت هست، پارتی هستش که خب میگم من دارم شما فکرشو کنین 1,400,000,000 رو باید اداره کنیم. میگم یه چیز ساده یعنی عدد خیلی راحت می‌نویسیم ولی سخته در موردش فکر کردن. در مورد زنان و برابری ببینید، ما خب وقتی که به قدرت رسید و اینها، اینا اومدن بر اساس همون اندیشه کمونیستی که داشتن این سری آزادی‌ها رو اینشراین کردن، یعنی توی کانستیتوشنشون برابری زن و مرد اینا. خب مثلا تو فرهنگ چینی مثلا میدونین که خیلی تبعیضات خیلی زیادی وجود داشت، بعدش هم که به خاطر رشد طبقه متوسطشون به هر حال خانم‌ها هم به هر حال در جامعه حضور دارن و مشکلات، نمیگم مشکلات مذهبی، ولی مشکلات فرهنگی هم مثلا یه سری کشورهای خاورمیانه ندارن که مثلا حضور زنان در جامعه مثلا محدود باشه. به خاطر همین چین از لحاظ مسائل زنان و اینا به نظر من، باز من تقسیمش میکنم بین اون کسایی که پرو پارتی هستن و علیه پارتی هستن. یه سری از مثلا خانم‌ها رو ببینی که مثلا همین خانومی که این کسی که مرد خود کرد، این خب منتقد خیلی چیز جامعه چین بوده، مثلا وکیلاش و وکلاشون هستن که میگیرنشون و واقعا مثلا اذیتشون میکنن. به خاطر همین به نظر من مسائل زنانشون یه ذره با مسائل ما فرق داره، مثلا چیزای محدودیت اجتماعیشون کمتره ولی مثلا محدودیت سیاسی دارن. میگم جامعه چین خب خیلی حساس به این مسائل. بعدشم من اشاره کردم چینیا خیلی اسمارتن، تمام نخبگانشون رو جذب میکنن داخل سیستم. یعنی شما یکی مثلا ایده اقتصادی داشته باشه که به رفع پارتی باشه، سری میارنش و ازش استفاده میکنن و بعد به شاخصه نگاه کرد که مثلا درصد بیکاری زنان چقدر اینا. ولی به نظر من یه مقدار چیزاشو، نگاهی که ما مثلا به مسئله مثلا فمینیسم تو غرب داریم یا مثلا مشکلاتی که ما با زنان در ایران داریم در مورد مثلا توانمندسازی، در مورد چی متفاوته؟ چین مثلا طوری که مثلا ما نگاهی داشت به جامعهش، نگاه جنسیتی نداشت، نگاه طبقاتی داشت. اگه یه خانومی بود که میومد در رد گارد قرار میگرفت، امتیاز داشت. اگه یک خانومی باشه که الان به پارتی کمک کنه، امتیاز داره. اینطوری نگاه نمی‌کردن که مثلا یارو طرف مثلا در نظر بگیر زن مرد، متوجه طبقاتی فکرشون بود و الانم بیشتر به نظر من همینطوری نگاه می‌کنن. در مورد خود حزب پارتی چین، خب اینا خیلی تصفیه الان کردن تو حزب. اگه شما دقت کرده باشین، یه بحثی شی جین پینگ داره در مورد کراپشن که خیلی از افرادی که بعضیشون واقعا لژیتیمیت هست، یعنی واقعا درست هستش، مثلا مدن رشوه گرفتن اینا رو میارن میذارن قلقم میکنن. اینا هم خب حواسشون هستش که کسایی که تو کادر هستن افرادی باشن که مثلا ضد سیستم عمل نکنن و اشاره کردن به اون دیسیدنتشون که در داخل خود نفر ششم حزب بود و انداختنش کنار و بعد بهش چیز زدن دیگه، گفتن که گفتن تو رشوه گرفتی، خانم رشوه گرفته. و به خاطر همین به نظر من مثلا اختلافات داخلی ایران که مثلا ما اصلاح طلبان رو داریم بعد اصولگرایان رو داریم، تو چین اصلا چیز نیست. یه پارتی هست، 8 نفرن تصمیم گیری میکنن، بعد یه کادر پایین تر داری، اونا خب یه مقدار تو لول های دیگه مثلا تصمیم گیری میکنن. بعد شما به نظر من تو چین مشکلاتی که مثلا ما تو ایران و پاکستان اینا داری در مورد مثلا نقش آرمی رو نداری. در چین بعضی که دن شیاپینگ اومد PLA رو People Liberation Army رو جدا کردن از سیویلیان، یعنی نظامی و غیر نظامی شما هم جدا شدن. این یه سری مشکلات اینطوری نداره، ولی خب حزب خیلی واحدی هست. حزب میگم نمیگم منفوری هست، ولی حزبی هستش که خیلی نقد روش هست، تک حزبی بودنش رو خیلی نقد میشه کرد، ولی از لحاظ ساختار داخلیشون نمیتونن به نظر من چند پارچه باشن. مثلا شما فکشن داری، مثلا شما فکشن جیانگ داری، حزب جیانگ زمین یادتون باشه، فکشن مثلا هو داری، ولی مثلا اینکه اینا بیان مثلا خیلی اختلافات مثلا مثل ایران به نظر من ندارن، یعنی تو اون ابعاد ندارن. در مورد بحث تاریخی قبل از انقلاب بعد از انقلاب، ببینید واقعیت تاریخی که حزب کمونیست برنده شد و من تا یه حدی قبول دارم که مثلا بولشویک‌ها که قدرت رو گرفتن، اینا قدرت رو گرفتن، انتخاباتی نبود. و ولی اگه ما دقت بکنیم و این میگم پروکان داره، چین 1949 رو با الان مقایسه بکنیم، اقتصاد اون زمان رو با الان مقایسه بکنیم، مثلا رشد نیرو مولد از اون زمان با این مقایسه کنی، چین به هر حال یه سری شاخصاش پیشرفت کرد. ما نمیتونیم اون نادیده بگیریم، میتونیم هزینه‌هاش هم بگیم. یک حزب بوده و اینجا چیز من داره بشه، من الان میخونم از این منشور آزادی های چین که این به نظر من خیلی جالب میگه. میگه که
And this year, the government has promised to formulate and implement National Human Rights Action Plan. But so far, this political progress has largely remained on paper. یعنی فقط در ورق اینا رو گفتن. There are laws, but there is no rule of law. There is a constitution, but there is no constitutional government. میگه قوانین هست ولی هیچ حکومت قانونی نیست. قانون اساسی هست ولی هیچ کی رعایت نمی‌کنه. خب حکومت می‌دونید این نقد دموکرات‌های چینی واقعا به دولتشون به نظر من وارده. من فکر می‌کنم به نظر من وارده ولی خب اینا به نظر من آگاهن که کشور سخت ادارش. یعنی شما من بازم تاکید دارم می‌کنم من کشور زندگی کردم. مثلا من رفتم مغولستان گفتم شما جهاد شده 3 میلیونه. مغولستان 3 میلیونه. خب یه نیم بعد دموکراسی هم هست. انتخابات هست. بعد گفتم خب شما ترسیدون از چیه؟ گفتم ما ترسیدون از چینه. گفتم چرا ترسیدون از چینه؟ گفت ما قسمت فقط مغولستان چین 12 میلیونه. یعنی میخورن اصلا اینا رو. ببینید من تو این ابعاد اگه نگاه بکنیم اینا وارده. ببینید شما نمیشه ما واقعیت خارجی رو نقد بکنیم. تک حزبی هست، آزادی سیاسی نیست، سانسور هست، همه اینا هست. ولی خب در چارچوبی که باید در نظر بگیریم. بعد در مورد رابطهش در چیز رابطه چین و کانادا من اینو اشاره بکنم و بعد میرم دیگه جمع‌بندی خودمو خیلی کوتاه میگم. به نظر من چین خب چینی‌ها زرنگن. اگه دقت کرده باشین میان میگیرن شرکتی که داره ورشکست میشه سهامشو میگیرن و این شرکت رو چیز میکنن نمیذارن که ورشکست بشه. نیروی کار خودشونو میارن جایگزین میکنن و از امکانات اینجا استفاده میکنه. ولی اگه یک کانادایی بخواد بیاد، شرکت کانادایی بخواد بیاد تو چین سرمایه گذاری بکنه، محدودیت‌ها براش هست. به خاطر همین من فکر میکنم که رابطه‌شون رو با دنیا خیلی یه طرفه از لحاظ اقتصادی دارن تعریف میکنن. اینکه ترامپ میاد و این قضیه TPP رو، ترانس پاسیفیک رو لغو میکنه، علاوه بر بحث‌های این قضیه پروتکشنیسم که اینا میخوان به هر حال سعی کنن اقتصاد آمریکا رو یه مقدار راه بندازن، واقعا به نظر من بحثش ولیده از این لحاظ که چین واقعا یه طرفه کرده بحث تجارت رو، یه طرفه کرده و چیز داره، وضع داره که این کار داره میکنه. مثلا شما در نظر بگیرید الان رفتن در ایران بحث قرارداد توتال امضا شده، 50% سهام برای شرکت فرانسویه، مثلا 20% سهام برای شرکت ایرانیه و 20% سهام برای کشور چینیه. ببینید همه جا هستن دیگه. در حالی که مثلا اگه اجازه میدن یه شرکت ایرانی بیاد یه ذره مثلا نظر بگی از سهام یکی از کشور چیزی داشته باشه. به نظر من چینی ها چیز دارن، متفکر اقتصادی دارن و حواسشون هستش که برای حفظ این طبقه متوسطشون و حفظ این هارمونی اقتصادیشون بعد چجوری سرمایه گذاری بکنن، چجوری تولید و مصرف رو چیز بکنن، بالانس بکنن. من در نهایت با تشکر از سوالات که دوستان کردن، اگه مثلا مسائلی هم باقی موند که چیز صرف زمان بذارین یعنی نتیجه‌گیری خودم از این بحث بکنم و برمیگردم به سوالاتی که مطرح کردم. به نظر من همطور که مهدی اشاره کرد کمونیست خوندن چین و حزب و کشور به نظر من دیگه وارد نیست. کشور از لحاظ اقتصادی و از لحاظ تراجکتوری که داره با اقتصاد جهانی و سرمایه‌داری حل شده و نمیشه که اون حزبی که بالا گذاشت رو حزب کمونیست خوند. میشه بولشویک خوند. من باز حزب رو بولشویک میخونم به خاطر اینکه اون سنترالیست اون تمرکز رو داره و تمرکزش هم بسیار تمرکز لنینیه از این لحاظ که از تمام ابزار استفاده میکنه برای حفظ تمام ارگانهای اداری، تمام ارگانهای بروکراتیک و موفق هم بوده. موفق از لحاظ من نمیگم مثبت و منفی نمیگم، میگم موفق از لحاظی که تونسته این چیزا رو حفظ بکنه. آیا چینی ها با ارزش‌های دموکراتیک سازگار هستن؟ سوال دومی که مطرح کرده بودن. من نمیگم نیستن ولی هیچ وقت در کشور تجربه نشده. شما مثلا ما تو ایران خودمون با توجه به تمام نقدهایی که به سیستم حاکمیتی هست حداقل مردم میرن رأی میدن. ببینید شما انتخابات در ایران داریم. اینکه انتخابات از بالا کنترل میشه خب هست. ولی در چین مردم نمیتونن رأی بدن. ببینید هیچ وقت شما شنیدین که در چین انتخاباتی باشه؟ نه. آیا اینو ما میرسونه که چینی ها ضد دموکراتیکن؟ نه. ولی هیچ وقت در تاریخشون اجازه چیز حتی شما تو روسیه هم میتونی پوتین رأی بدی. چون به حزب کمونیست فرقی چی نمیشه. به خاطر همین به نظر من نمیشه گفت نیستن ولی تجربهشو نداشتن. چجوری میشه تجربهشو کیفس کرد؟ این متفکر کانادایی میگه که بعد در لوکال لول شروع کرد. مثلا شما اگه شنیده باشه سال قبل در شانگهای انتخابات که نمیشه گفت یه چیزی بودش که
به حال اینا اومده بودن و چیز کرده بودن، اجازه داده بودن توی یه سری از این شهرداریاشون یه سری افراد انتخاب بشن. اگه مبنای ما دموکراسی انتخابیه، تجربهشون اینه. من در مورد سازگاری نمیگم ناسازگارم، ولی میگم که آماده نیستن بخاطر اینکه تجربهشون نداشتن. در مورد سوال سوم، رشد طبقه کارگر و طبقه متوسط که من مطرح کردم و آیا این به دموکراسی سازی چین کمک میکنه، به نظر من خواسته هاشون تغییر پیدا کرده. و یه مسئله‌ای که باید آگاه باشن اینه که اگه دقت کرده باشین در مورد هجوم سرمایه، هجوم سرمایه الان به یک سری کشورهای دیگه آسیا شرقی داره میره، ویتنام، لاوس. چرا؟ خاطر اینکه کارگر تو چین گرون شده. وقتی کارگر تو چین گرون شده باشه، اگه یه سرمایه‌دار آمریکایی بخواد بیاد کارخونه بسازه، نمیره تو چین بسازه، همونطور که سود نمیبرد در آمریکا بسازه، الان منتقل میکنه. به خاطر همین مسئله بیکاری برای کارگر چین ایجاد میشه. مسئله بیکاری برای کارگر چین ایجاد بشه، خب انتظارات دارن که دولتشون براشون کار ایجاد بکنه، اشتغال زایی بکنه. و اینکه چرا چینی‌ها اینقدر تو آفریقا؟ شما خودتون سوال بکنید چرا چینی آفریقا؟ یکی دلایلی که میشه گفت که اینا امپریالیستی فکر می‌کنن، می‌خوان برن منابع آفریقا رو بگیرن. اوکی، درست. ولی به نظر من یکی دیگه‌شون انتقال نیروی کارشونه. شما مگه چقدر مثلا تو خود کشور میشه کار ایجاد کرد؟ بخاطر همین به نظر من خب چینی یه سری چیزای چی میگم بهش کامپلکسیتی‌های خاصی داره مطالعه. مرسی از اینکه صحبتامو گوش کردین و اینکه این دو سال هم که ما رفته بودیم به هر حال یه دیدای بیشتری به من داد. حالا اگه من سال دیگه برگشتم و یه سری بحثای جدیدی مثلا در ذهن من بود و همه چیز بود، امیدوارم که بتونم باهاتون بحث بکنم. مرسی از توجهتون.